سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. وای من چقدر دستمال کثیف کردم. سلام، خیلی خوش اومدید، الان برمیگردم. سلام سلام، خوبید؟ خوش اومدید. قلب بغل رو بزنید. ای بابا، ببخشید من دیر اومدم، ولی خب یکم کار داشتم. سلام لیدای عزیز، سلام نسرین جان، خوبید؟ خیلی خوش اومدید. لیدا جون من معذرت میخوام یکم دیر شد، والا به معلومه کجا بودی؟ خونه بودم اشان، ولی تلفن داشتم. سلام درود گلا، من آوردی بالا تو که میگی من آمادم، چطور تو آشپزخونه ای که خواهر جان؟ آمادم که یک ساعت آمادم، دهنمو سرویس کردی، نه غذا خوردم نه هیچ کار نکردم. الان میاد آره ببخشید، من یه تلفنی برام پیش اومد، یک ساعت درگیرش بودم. ای خواهر جان ول کن اونا رو. خب بذار خواهر جان الان میام، تصویر تو ندارم باز، چیکار کنم؟ اوکی، با گوشی چیز میتونی یه دقیقه نگاه کنی پسرت. آها برم ببینم بیداره، الان میامش. خب الان میام. اوکی من با بچه صحبت میکنم. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم. ببخشید من دیر اومدم به خاطری که یکم درگیر کارهای خونه بودم. حموممون وانمون رنگاش رفته و اومده بودن تعمیرش کنن، رنگکاری کنن دوباره، به خاطر همین من بالا سر کارگرا بودم و به خاطر همین حالا اینجا هستم باهاتون یکم صحبت میکنم و هم خواستم یه لایوی داشته باشیم که بدون محتوا نباشیم برای شما. خیلی خوش اومدید. کونکش منو بیار بالا، عشقم من. فعلا فقط لیدای عزیز بالاست، وقتی که لایو نره خرا شد چش رو چش هزار بار. مریم کجا ساریان جون؟ مریم جون رو خبر ندارم. فکر کردم کون میدادی. نه عشقم من کون ندارم، من کون از صبح شروع میکنم، 6 صبح. چی؟ یک فکر میدونم کون دادی نبودی. فیروز یعنی چی نیستم؟ تصویرم رو نداری؟ پیجم بالا نیست فیروز. چی؟ من دارم ات. عجیبه فیروز میگه لایوت برای من نیمده بالا، مگه تو من فالو نداری؟ یار اینجا گوشت ببینم چی جوریه، ما رو گیج نکن. رفته تای اتاق، از اون تر رفت نزه من نمیشنم. بودو بودو بیا اینجا. یعنی چی الان لایو من رو داری؟ من هم تو لایو هم باید برات بیاد، برات نیومده؟ خاک به سرم، لایو من برای به یه روز نیومده. یعنی چی؟ نت داری؟ شاید من حواسم نبوده، هایت کردم، حالا چک میکنم. آره یه بار به یه روز هایت کردی، یک ماه 6 ماه دارم میگم درش بیاری میچاره رو لایف نگاه کن. آره بگو یه دایرکت پیام بده یه روز، همین الان یه پیام بده به آریان جون. آه من فکرم کلا منو هیچکی نداره، به یه روز میگه نداره. یه روز پیجه تو سریع چجوری بفرسته یه دایرکت بده بنویشه سلام دایرکت. خب لیدا جون کجا بودی عشقم؟ کم پیدا یکم بگو.
درود گلم، مرسی. من که هر شب هستم عزیزم. دیشب که بود اینقدر منتظرت موندم، لایو گذاشتی، لایوت که قطع شد نیم ساعت نشستم دیدم نذاشتی، رفتم خوابیدم. لایو چون آپدیت میخواست، هر کی میمد بالا صداش خراب میشد. دیدم صدات قطع میشد و اینا، که خواهر جان خبری ازت نشد، رفتم خوابیدم دیگه. آره چیز داد؟ ایشون پیام دادم به من؟ آره نشه. درود آریان، آریان جون. درود آریان جان. آقا بهروز چند تا پیج سر من فالو داشتم. آره الان ببین اومد لایو. پیداش کرد؟ آره. خب بیا حالا گوتو بگو. الان یه دقیقه منو نگاه کن که تصویر ذهنی داشته باشی. آره عشقم. و بعدی که میتونم ببینم، دلم برای تنگ میشه، دوست دارم ببینم. اوکیش در هم میبینم. یا میتونی صداشو قطع کنی، همونجا بذاری روبروت، بعضی موقع تصویر اونجا رو نگاه کنی. اوکی. نه دیگه. دیدم روی ماه تو دیدم. دیدی؟ اوکی. اوکی خوبه. خب هست پیشه؟ اوکی هنر تو ببینیم. مرسی آره. خواهش فیروز داره صحبت میکنه. آره وظیفه هست عزیزم. خب لیدا جون زندگی چطور میگذره؟ راستی پسرت میخواد همیشه با تو باشه؟ آره نزدیک دو ماهی میشه اومده پیشم و دیگه میخواد با من باشه. باشه باشه لیدا جون. آره که تو که میدونی من یه چیز یه سوال در مورد یه چیزی که صحبت میکنیم سوال بعدی تو ذهنم میاد. حالا من مثلا وقتی که اومدم تو مدیا گفتم مثلا من کونم پون میدم، خب برای اوایلش مثلا خانوادم رو از دست دادم، خواهرام، برادرام، پدر مادرام، اینا خب خیلی ناراحت شدم. بعد از یک سال کنار اومدم مشکلی ندارم، بعد چیز خاصی نبود. خب خواهرام میگفتن بله داداشم کونه، مثلا اینجوری میگفتن، گفتن داداشم کونه، اوکی پسر کون میده مشکلی نیست. مثلا بابا من میگفت برای پسرم لاپاش کیر داره کون میده نوش جونش، مادرم هم که میگفت دمش گرم داره کون میده زندگی خودشه. یعنی اینجوری کنار اومده بودن. بعد یعنی نه زنی نه بچه ای، مثلا اینقدر شاخ نبود، یه پسر داره کون میده دیگه، سنش هم کمه داره میده، شاید 2 سال دیگه عوض بشه بکن بشه. anyway whatever. شما چی مثلا، شما که فرزندتون کنارتونه و دختر داشتید، داماد داشتید، نوه دارید، بعد مرد، حالا اگه زن بودی مرد میشدی خیلی با این فرهنگ مشکلی نداشتن، ولی مرد بودی زن شدی و وقتی هم که جامعه جهان سوم نمیگه که مرد شده زن شده حسشو میخواد بگه، میگه کون شده. آره جهان سوم، جهان سوم نمیاد بگه که ببخشید لیدا روح زنونه است و این لباس و این سینه ارزاش میکنه، همین که توی جسم خودشه از نظر روحی ارضا میشه. ولی جهان سوم اینو نمیگه، میگه مرد کونی شده، میخواد تو نمیدونم 47 سالگی کون بده. نه آره دقیقا نگاه همینطوره متاسفانه، نگاه همینه کلا. آره جون میگن تو خوبی میکنه در دجله انداز از این حرفا. خب من شکر خدا نتیجه تربیت خوب بچه هامو الان دارم میبینم، چون خدا رو شکر برای تربیت بچه هام از بچگیشون وقت گذاشتم. خب بچه هام شکر خدا اینقدر فهم و شعورشون بالاست که یک بار، اما اول که فهمیدن و شکر شدن که تو چرا اینجور شدی، یک بار توضیح دادم تو گوگل یه چیزایی رو نشون دادم پسرمو، یک بار بردم مهمونی، دو تا بچه هام همون لحظه به همین حالت الان من ایمان آوردم و میگن که تو اگه 10 تا گرایش دیگه هم تا داشته باشی، هر کاری که انجام بدی ما بهت احترام میذاریم، انسانیتت برای ما مهمه، نه اینکه گرایش. میگن گرایشت به خودت مربوطه، تو خشتک چی داری، دوست داری با چه جنسیتی بری حال کنی، میگن به خودت مربوطه. بچه هم شکر خدا درک و شعورشون به شدت بالاست و از این نظر آره. در آره درسته. بعد میگم تو چجوری کنار اومدی؟ تویی که مثلا 16 تا خواهر برادر داشتی، اوکی جز اینکه 16 تا خواهر برادر داری، 2 تا فرزند داری، نوه داری، داماد داری، خب اینا کنار، بعد خانواده خانومت هم هست، فامیلاشون، یک حجم زیادی از قضاوت، یه حجم زیادی از حرف و خیلی این سنگینه
من که ببخشید من یه پسر بودم دارم کون میدم، الان خواهر برادرام هم بهم افتخار میکنن دست میزنن آریان دمت گرم، ببخشید الان کون خوب کمه، تو رو که دارن میکنن به عنوان یک کون به رسمیت شناختن بابا دمت گرم، قربون ایمونت بشیم آریان، میدونی میگن دمت گرم. حالا تو چجوری کنار اومدی؟ من که هیچ، آریان جون اگه بخوای فرق نمیکنه، من لیدایی که ترنس هم یا هر کسی که جزء اقلیت‌های جنسی ربطی به اینا نداره، خب وقتی توی زندگی معمولی هم باشی، وقتی که بالاخره قرار نیست که همه با ما موافق باشن، عمه، پسردایی، فامیل مادر داماد، فامیل پدر داماد، فامیل اوه بخوام من فامیلامو حساب کنم با فامیل دامادم و مادر پدری میشن نزدیک فکر کنم بالای 500 600 نفر، خب قرار نیست من هر 600 نفر رو من راضی نگه دارم و تک تکشون منو اوکی کنن تایید بهم بدن، نه من دارم زندگی خودم میکنم، هر کسی که با من اوکیه، مثلا حال احوالم میپرسه، مثلا مشهدم خب با یه تعدادشون خوبم، مثلا اگه زنگ بزنه لیدا چطوری خوبی میخوایم چند روز بیام کنن، میگم قدمت رو چش، بودو بودو خرید میکنم تحویلش میگیرم خماراس میشم جور، و کسی که منو نپذیرفته فدای سرم ازش فاصله گرفتم و قرار نیست با تک تک اونا برم بحث کنم، متوجهی؟ اومدم یه گوشه نشستم دارم زندگی خودم کنم، نه آسیبم به کسی میرزه، نه آزارم به کسی میرزه، نه کسی خرج منو میده که بخوام منت سرم بذاره، میدونی شکر خدا مستقلم، هم استقلال فکری من. دارم آره دیگه مثل من که مثلا من الان تو خونم دارم کون میدم و به هیچ کسی هم کار ندارم. ببینید ما اصلا، من توی لایو خودم هم دیشب سوکر گفتم، من نبحثه نبه دین و مذهب و سیاسی هیچی کار ندارم، خب تنها چیزی که برام مهمه، چیزی که برام خیلی اهمیت داره انسانیت، قانون انسانیت هم میگه تو آزار و آسیبت به دیگرون نرسه، هر کاری که دوست داری برو انجام بده، قانون انسانیت داره، منم کاری به کسی ندارم، شما هم همینطور رفتی اون ور دنیا، خودت میدونی و خودت، به قول مادر منم همیشه از قدیم و ندیم میگم، میگم مادر جان هر کی هر کاری میکنه تو گور خودش میذارم، تو گور ما که نمیذارم، به ما چه، و این درسته. خیلی هم عالی. بفرمایید اگه اجازه باشه من یه لیوان شیر بیارم، تو یه سوال بر من آماده کن، دو دقیقه کامنت بخون. باشه شکم بار. اوکی بچه، فرصت خوبی هم هست که من از راه اومدم، ببخشید وقت نشد، درود بفرستم به تک تک شما فالوورهای عزیز، فالوورهای آریان عزیز، فالوور خودم، خیلی خوش اومدید به لایو، هم هم که منو میشناسید یه جور تابلویی هم، برای عزیزایی که من نمیشناسید، لیدا هستم، لیدا ترنس، 47 ساله، از کرج، در خدمت شما عزیزان هستم، هر سوالی دارید در مورد ترنس های عزیز در خدمتون هستم، میتونید بپرسید از زندگی خودم و بله به هر حال در خدمتون هستم و کامنت هم اگه ببینم جواب میدم، هر سوالی دارید دوستان عزیز میتونید بپرسید. لیدا چه عینکت خوشگله، مرسی عزیزم، چشماتون خوش. خب اوه چقدر دیر کامنت میدم، مرسی دوستان عزیزی که همکاری میکنید و کامنت های زیبا میذارید، مرسی و درود بر شما، اینک بهت میاد، مرسی عزیزم، اینکه خودم نیست مال آقا بهروزه، بعضی موقع یواشکی کش میرم و تو لایو میام باش پوز میدم. خب عزیزم ترنس ها چون پول میبینن توی کار خیابونی ترنس میشن یا دلشون میخواد که واقعا، عزیزای دلم ندای عزیز، ترنس کسی که میگه من ترنس هم، ترنس واقعی کسی که موقع تولدش وقتی که به دنیا میاد جسمش اگه پسرونه هست با روح دخترانه میاد بیرون و بالعکس، اگه پسر با روحیات دخترانه، دختر است با روحیات پسرانه میاد بیرون و این روح و روان بلش نمیکنه تا آخرین لحظه که داره نفس میکشه همراهشه و اون میشه ترنس. یه تعداد که میان از اسم ترنس سو استفاده میکنن و هر کاری انجام میدن، اون دیگه یه چیز شخصی به خودشون مربوط میشه، ولی اصل تعریف ترنس همینه، ترنس زن من هستم که با جنسیت پسرانه روحیات کاملا زنانه به دنیا میام و بالعکسش هم داریم، عزیزانی که با بدن زنانه به دنیا میام و روحیات کاملا مردانه که بهشون ترنس مرد گفته میشه
و بله تا آخر عمرشون این روحیات باشون همراهه، دست خودشون هم نیست، انتخابی هم نیست. آریان جو اومد خیلی آره مرسی، خیلی تاثیرگذار بود با اینکه من توی بی بی سی بودم ولی داشتم حرفاتو عاشقانه گوش میکردم. مرسی، بفرمایید شما سوالتون اول، میتونید شما شروع کنید. عشق منی. خب آریان جون، آریان جون امروز با بیروز جان داشتم صحبت میکردیم، بیروز شو کنم بیروز غیبت نمشه، گفت نه همینجا دارم من احساس کنم تو حرفای آریان، احساس کنم آریان دلش یه جای گیر کرده از کسی خوشش اومده. گفتم نمیدونم پسرم، بعد از خودش بپرسم راستشو گفت. نگاه دروغ بگیم یا اونجا جرت میدم، راستشو گفت. بگو پرسیدم دیگه، بگو فایشه حواست کجای؟ خب سوالتو نفهمیدم. میگم آیا واقعا دل جایی گیر کرده عاشق شدی یا نه؟ فاتحه همچنان میگی فاتحه خوندم تو هر چی عشق. لیدا من یه بیزنسمن هستم، من یه تاجرم، من یه هنرمندم، هنرمندان نمیتونن عاشق کسی بشن. تاجر چی هستی تو؟ من خب کون میدم. تاجر کون؟ بله. آه خب تاجر چیزی جا به جا میکنه شما که منظور یکی خودت هر جا میری با خودت میبری تو خونه نمیذاری. خب نه من دارم کون میدم، یعنی کون میدم پول میگیرم. خب کارم اینه، من چجوری میتونم عاشق یکی بشم؟ اگه یه روز شدی چی میخوای چیکار کنی؟ فکر نکنم بشم. من گفتم اگر یه روزم بخوام اولا که خب من عاشق نمیشم، همه عاشق من میشن، چون من یه آدمیم که ببین مردها عاشق چی میشن؟ مردها نگاه نمی کنن که آریان جنسیتش پسره، مردها نگاه میکنن که آریان چقدر مستقله، آریان چقدر خودشو دوست داره، آریان چقدر با اعتماد به نفس صحبت میکنه. مردها اینو میخوان. تو اگر الان جلوی یک مرد یه فرشته بذاری، یه دختر خوشگل، همه چیش پرفکت باشه، ولی از نظر درون خودشو قبول نداشته باشه و نتونه صحبت کنه، استقلال شخصیتی مالی یا هر چی داشته باشه، سیکشو میزنن. ولی من با اینکه یه پسرم، لاپام کیر دارم، نه حامله میشم نه پریود میشم، ولی 100 تا پسر عاشقم میشن. چرا؟ چون مردها دوست دارن که بهشون ریده بشه و من قشنگ بلدم چجوری به مردا برینم. من قبلی که بیام جا آریان جو، خب یه تقریبا 40 دقیقه پیش، خب قبلی که بیام یک گوشیم زنگ خورد، نگاه کردم یک پسری که تقریبا 2 سال پیگیر منه، یعنی یه مدت طولانی هم باش بودم. خب بعد اومدم اینجا گفت چطوری یا چیکار می‌کنی، حالی ازم نمی‌پرسید بی معرفت. گفتم چی؟ به خاطر این کاری که تو کردی و دلخوشی که ازت ندیدم دیگه کلا ناامید شدم اومدم اینجا فلان، کار نداریم. بعد میخوام همینو بگم، بعد اومدم یه محکش بزنم اینا واقعا من دوست داره دلش تنگ شد، گفتم نگاه کن اگه برام خونه بگیری، لوازم خونه بگیری، میام مشهد، میام با زندگی میکنم. خب بعد گولش زدم، اخفادش کردم با یه میدی چی گفت؟ اه من برای خودم خونه نگرفتم، من برای مادرم این کار نکردم، برای تو بیام این کارو کنم. فورا بهش خندیدم، گفتم خودت خراب کردی، اسکل، من خونه دارم، لوازم خونم دارم، خواستم ببینم تو چی میگی. سری خودشو خراب کرد، نه من این کارو نمیکنم. گفتم نمیکنی؟ فضای سرم که نمیکنی، مگه من تو خیابون موندم؟ خونه دارم، لوازم خونم دارم، پس با سیکتیر بابا. گفتم دکمه سیکت تو بزن، بای بای، من لایف دارم، کار دارم. ببین لیدا، من یه آدمیم خیلی لجبازم خب، و تو زندگیم همیشه با خودم رو راست بودم. مثلا من میگم من میگم یه مشتری به من پیام میده، میگه سلام، میگم سلام، میگه میخوام بکنمت، میگه که میگم میخوام بکنم، میگم اوکی من 5 میلیون میگیرم، میگه او نه بابا من خیلی سکسی ام، من خودم کیرم کلوفته، قیافم خوبه، پول نمیدم برای کون. منم میگم باشه، من اینجوری میکنم، بهش میگم باشه، این برام پیش اومده، من میگم باشه، بالاخره من پولی ام، مثلا رایگان نیستم. بعد میگذره با خودش فکر میکنه، میگه اوکی اینو اینجوری از این میخواستم مف کنم نشد، اوکی پول بهش میدم. خب حالا چقدر میگیری دیگه؟ اون موقع است عشقم خیلی دیره. تو اگه دنیا رو زیر پای من بذاری، تو اگه دنیا رو زیر پای من بذاری، من حتی سایه‌م هم بهت نشون نمیدم. چرا؟ نه به خاطر اینکه رفتی
به خاطر اینکه اول که من زندگیم با خودم مشخصه، ارزش خودم رو میدونم. اول میخواستی ارزش منو، کون منو زیر سوال ببری. کسی که برای کیر خودش ارزش نذاره، من نمیذارم به کون من برسه. کسی، من اعتقاد دارم هر مردی باید برای کیر خودش ارزش بذاره. من میخوام لیدا رو بکنم، هزینه میکنم. لیدا پولی نیست ولی مشروب میخرم. لیدا مشروبی نیست، شام میخرم. من لیدا پول نقد نمیگیره، براش هدیه میخرم. دست خالی نمیرم سمتش، چه بکنمش چه نکنمش. ببین، من برای کونم، من اجازه میدم مردی منو بکنه که برای کیرش ارزش بذاره، نه مردی که ببخشید کیرشو تو هر کونی میکنه، تو کون مرغ، خر، شتر، بعدشم بیاد یکی مثل منو بخواد رکک بزنه، بگه من میخوام کیر من خوبه، بدن خوبه، رایگان بکنه. ولی نمیدونه که آریان عارفی یک شخصیتی داره. یک بار به آدم ها فرصت میده. یه بار گفتم من 5 میلیون میگیرم، میتونستی بگی نمیشه کمتر بگیری؟ یا میتونستی بگی اوکی، یا بعد بگی اوکی، یا بگی نمیشه کمتر بگیری؟ یا اینکه بگه من سکسیم و من کیرم کلوفته برای کون پول نمیدم، خدام بیاد ضمانت کنه، من حرف خدا رو رد میکنم. لیدا، خدا بیاد پایین بگه این ضمانت این مرد رو من میکنم، من خدا رو رد میکنم. باورت میشه؟ پرونده مردا سیاهه، راست میگی، هر چی بگی کم گفتی. من خدا بیاد بگه این مرد رو تایید میکنم، آریان بهش کون بده، میگم نه، بندگی ما ازت میگیرم، میگم بگیر یا علی بسم الله این میدون، ولی به این کون نمیدم. چرا؟ چون به کون من بی احترامی کرده، چون به کیر خودش ارزش نذاشته. یاد بگیر آریان جون، میگم خنده داره. آریان جون خود 2 سال من این پسر میشناسم، یعنی 2 سال پیش شما را مکوجه گیره بود، زنیت ازت خوش آمده اینا کار ندارم. اون موقع 18 بود، الان تازه کنم 20 سالشه، 20-21 سالشه، بلکه پیگیر منه. باورم چه چیزی میگم خندت میاد و هرچی هم میگم نمیفهمه. میگم تو اگه منو دوست داشتی با الان 1 سال که از هم جداییم، 2 سال منو دوست داشتی، گهگاهی میدیدمش، من در مغازش میوه فروشی داشت میدیدمش. خب بعد اصلا بهش گفتم تو چطور اینقدر ادعا میکنی من دوست دارم، از فکرم بیرون نمیریم؟ یک بار منو یک کافه نبردی. نه که ببین آریان جو، من مونده نیستم کسی منو ببره کافه. گویا هزاران بار از خودم رفتم، پولش هم دارم، اسنپم هست. خب ولی منظور گفتم اگه تو واقعا من دوست داشتی یک بار باید کافه یه تعارف علکی میکردی، یک ساعت با هم میرفتی، مثلا با موتور میومدی دنبالم یک کافه یه دوری، هی از رو نمیره، هی به من میگی که موقعیتم خوب جور نبود، چقدر تو حرف زور میزنی. گفتم موقعیت در 2 سال جور نبود، 1 ساعت آخر شب با هم بریم یه دوری بزنیم. گفتم 2 سال هنوزم که هنوز اعصابم خورد میکنه که من قطع میکنم، میگه برو بابا حوصله تو ندارم. هنوزم که هنوز میگه نه تو توقع بالای مگه چیه، خب وقت نداشتم. میگم بابا تو رو خدا قطع کن، برو حوصله تو ندارم. چرتم نگو. مردا نه، مردا اگه هر کاری بکنی براشون بی فایده است، براشون بی ارزش. I don't care. یعنی من برام مهم نیست که مردها پروندهشون سیاه یا چه گوهی هستن یا چه عمی هستن. I don't care. من فقط خودم رو میبینم، ارزشای خودم رو میدونم. من میدونم که لیدا خانم رفته بودم لیزر، کونم از 50 سوخته بود. کلیپم رو دیدی؟ نه، از سوختگیش گذاشته بودی؟ بله، من رفتم لیزر سوراخ کونم رو لیزر کنم، موهاش رو بزنم، 5 از بس که شدت برق زیاد بود کونم از 5 ناحیه سوخت. برای چی؟ و وقتی که من کونم سوخته بود و 2 روز نمیتونستم کیر بخورم، آیا نباید برای کونم ارزش بذارم؟ چرا دیگه، کلی خرجش کردی لامصب. کون باربی خوشگل من که داگی میکنم، سوراخ سفید، زیبا، جادار، گنجشکی، توت‌فرنگی، یک کیر خوشگل، مثلا الان من کونم داگیه، از اون بالا 2 تا کون خوشگل، سوراخ خوشگل، میای پایین تر 2 تا خایه خوشگل، پایین تر 1 کیر خوشگل. دو نکش. آره
وای چرا من، چرا من، من لیدا باورت میشه من اینقدر پختم، من اینقدر برای خودم ارزش میذارم، همه فردا از این دنیا برم تا 1000 سال دیگه آدم ها رو زخمی کردم. میدونستی؟ من نمیام ببخشی چوب تو کونه آدم ها بکنم، با یه حرفم میشورمشون و زخمیشون میکنم تا 1 سال تو فکر باشم. خدا به من زبون داده و من میدونم که با این زبونم چجوری آدم ها رو زخمی کنم. اصلا بیان بگن من آقا کون میدم، فردا 1000 تا بیماری بگیرم. من با 1000 تا بیماری هم که داشته باشم بازم خودم برای خودم، چون اون هیچ چیزی نمیتونه شخصیت درون منو از بین ببره. لیدا تو خوب میفهمی من چی میگم. من از درون پختم، نه از ظاهر، نه به این چشم ابروی زیبام، نه به این موهای طلایی، نه به این بدن نحیف و ضعیف کردنی. نه، من درونم زیباست، من از درون پرم، از درون خدا منو خوب آفریده، تازه دارم شکوفه میدم، قنچه ای هستم برای خودم، ماشاءالله. فهمیدی؟ فقط عجب چجور تو قنچه ای که اینقدرم جادار و مطمئنی، مثل یخچال ساید امرسان، زیبا، جادار، مطمئن. آره، منظور این که میگم هیچ کسی نمیتونه منو زخمی کنه و منو از پا در بیاره، چون من خیلی قوی تر از اینا هیچ چیزی، چون من درونم با اصالت. لیدا قبول داری یا نه؟ شما میگی درونم، و یه جور واضح صحبت کنی که این جهان سومیه بفهمن، و بگی توش توش میگم درون، درون توش با اصالت. من توشم با اصالته. هیچ کسی لیدا رو نمیتونه زیر سوال ببره که بگه ببخشید تو 47 سالته، تو نمیدونم 30 سال با یه زن بودی، دو تا بچه داری، الان شروع کردی به زن بودن. لیدا با افتخار داره لایفشو میذاره، داره به هدفاش میرسه. چرا لیدا؟ چون توش کامله. درسته؟ بله دقیقا توش، از توشی، همم توش. الان منو درکم میکنی یا نه؟ بذار یکم به توش یکم مراجعه کنم ببینم. آره توش کامل بده. لیدا، لیدا خانم جان، الان ما در دوره زندگی میکنیم که مردها برای اینکه کونه یکی بذارن پول میگیرن. خب الان مردها به خاطری که زنها رو بکنن پول میگیرن. زنها الان فهمیدن که دیگه با زیباییشون هم نمیتونن کیر به دست بیارن. زنها الان شدن شوگر مامی برای جوونا. زن نمیدونم 25 ساله، زن 30 ساله برای یک پسر شوگر مامی میشه. ماشین خوب زیر پاش میندازه، ببخشید میره پیر مردا رو تیغ میزنه، پول به جوونا میده، با اینکه خودش هم جوونه. میاد چیکار میکنه؟ ماشین خوب میندازه، خونه خوب میگیره. قبلنا کس میرفت خونه کیر، الان کیر میره خونه کس. آره خیلی چیزا عوض شده، خیلی چیزا عجیب و غریب شده. سابقا I used to be، یعنی before، کس ها میرفتن خونه کیرها، الان کیرها میرن خونه کس ها. Understand؟ Yes, yes, of course. Of course. حالا میخوام اینو به این نتیجه برسم. منی که پسرم، منی که لپام کیر دارم. عکس کیرم هم برات میفرستم که دیشب که داشتم کون میدادم گرفتم. گفتم همینطور یه کون خوشگل، یه سوراخ کوچیک ظریف، گنجشکی، فندقی، پایین‌تر یه خایه کرمی یعنی گندمی، پایین‌تر یه کیر قهوه‌ای خوشگل. همینجوری از اون بالا خدا نقاشی کشیده کونه منو تا پایین. داغی کرده بودم کمر باریک، بدن سفید مثل شیر. از کونم واکیرم عکس گرفتم. برات میفرستم دوستش برای دوستان. قهوه‌ای کم رنگ یا پر رنگ؟ قهوه‌ای سوخته یا قهوه‌ای کم رنگ؟ کیرم قهوه‌ای سوخته است، خایم و اینا گندمیه.
بعد آره بعد حالا دیشب اومدن منو کردن یه پسری 180 اوور 90 کیلو کیر 26 سان یک سان از خودم کلوفتر و گنده تر 5 میلیون پول داده سه بار آب منو آورده. به به تو بهشتی. دیشب 5 میلیون به من پول داده، فیلم سوپرم درست کردم باهاش، سه بارم آبمو آورده. دیگه چی میخوای؟ کسایی که تو لایویت بسوزید. این شب اومدم با حرفام زخمیتون کنم. لیدا جون پوستمو میبینی چقدر باز شده؟ نه تصویرتو ندارم متاسفم. نداری. گوشی به بهروز نگاه کن ببین پوستم چقدر باز شده. دیشب سه بار آبم اومد. جیغ میزدم تو تخت. آه میکشیدم وقتی داشت آبم میومد. طرف قد بلند هیکلی منو داغی کرده بود. کون سفید خوشگل منو گرفته بود بالا با صورت فند با سوراخ فندقیم و گنجشکی میکرد توش و سه بار آب مقدس منو صورت منو ببینید داره میدرخشه ماشاءالله هزار و الله اکبر. بله اصلا کلن اینو میخوام بگم آری انجام میخوام اینو بگم هر کسی ماها حد حدودامون رو باید بدونیم. هر کسی زندگی شخصی خودش به خودش مربوطه و ماها باید اینو یاد بگیریم. آقا هر کسی یه راهی رو انتخاب کنه، هر کسی که یه جور دوست داره زندگی کنه، مگه دستش رو پیش شما دراز کرده؟ مگه از شما پولی خواسته؟ مگه از شما کرخونه‌ای خواسته؟ نمیدونم، فقط عادتشونه فضولی کنن. این چرا این کاری کرد، این چرا شغلش مونه، بابا به شماها چه مربوطه؟ چی بگم؟ هوس کر یعنی کی براش مهم ملی داد؟ چرا این حرفا میزنی؟ نه من از اون که میگم میگن چرا الان یه تعداد هم میگن چرا این کارو میکنی؟ چرا رفتی خودتو مثلا میدی به این؟ هوس کر یعنی به انگلیسی میشه کی براش مهمه؟ من I don't care. من کیرمو میکنم تو دهن اینا. I don't care. من دیشب سه بار کون دادم، سه بار آبم اومده. اینو بچز. Who's care about these people؟ من کیرم هم نیست این آدم هایی که الان اینجا هستن که میخوان چه فکری در مورد من بکنن. من کونم و دارم لذت میبرم از کون دادنم. تو برات مهمه که اینا چی فکر میکنن؟ من با افتخار سرمو بالا میگیرم و همه جا میگم کونم و دارم بهترین کونا رو میدم و بهترین کیرا رو میخورم. Who's care؟ کی براش من I don't care. من برام مهم نیست که این احمقا میخوان چه فکری بکنم. من فقط به این فکر میکنم که وقتی که دارم کون میدم جیغای بیشتر بکشم، انرژیم بره تو ذهن اینایی که خوابن، که بدونن که شما وقتی خوابی 4 صبح من دارم کیر میخورم. بدبختا من وقتی که دارم کون میدم جیغ میزنم، آهی میکشم برای خودم که انرژی من بره تو گوش اینا که اینا تو خواب بدبختیشون رو دارن میبینن من دارم کیر میخورم. فهمیدی؟ آره. خب عزیزم اسمشو میدی که قلیز نه نصف شبیه دهن بعضی آب میافت. با من اینجوری نگو که اینا چی میگن. I don't care. Yeah. من از یه yes, yeah. من پسر از یه کس بیشتر دارم کیر میخورم. و همینه میخوام بگم یه تی داد که میگم باور نمیکن. الان بعضی باور نمیکن که قبلا بودم پسرای جوون پیگیر من هم میگن. میگن دروغ میگی، توهم زدی. آره من از یه کس ببخشید 18 ساله ای که جوونه و همه آرزوشون اون کس بکنم من بیشتر دارم کیر میخورم و از بیشتر دارم از یه کس پول در میارم. عشقم من جنسم خوبه. نوشته یه خانومی رها نوشته یه نقل همه از کس لذت میبرم مثل تو آشغال نیستن که فکر کنن. این خانومه چجوری جرأت کرده اینجوری تو لایو من صحبت کنه؟ مگه نمیدونه که من مگه نمیدونه من زنها رو بلاک میکنم؟ حواسش نبوده. پس
خانم رهایی فرصت بهت میدم، چون جدید فالو کردی قانون لایو من رو نمیدونی چجوری جرأت کردی اینجوری پیام بذاری، ولی اینو یه فرجه بهت میدم، یه امتیاز بهت میدم که شاید قانون لایو همون نمیدونی. رها خانم، لایو من اینه که خانوما نمیتونن کامنت بد بذارن وگرنه بلک میشن. مرسی. خب بفرمایید خانم لیدا. اتفاقا میخواستم بهت بگم یه فرجه بهش بده، میترسیدم بعد دیگه خودت گفتی خوبه. نه یه فرصت بهش میدم، شاید تازه فالو کرده رها خانم، خبر ندارم خانم لایو من. گستاخی میکنن، هی هشدار میدم هشدار میدم، یهو میگم نه رعایت میکنم، میگم بفرمایید بیرون بلاک. آه. اینجوریه. اوکی رها خانم فکر کنم تازه فالو کردن، خبر ندارم. اوکی بفرمایید. خب بپرسید، تو همیشه سوال زیاد داری، تو خشتکت پر سواله، من ندارم. آخه من درگیر زندگیم بودم، گفتم تو یکم منو به چالش بکشی، من الان شرابم اینجا آماده است. شراب سرد یا شراب داغ؟ داغ. بگو. تو فایشه همیشه داغ میخوری. بیرس تو شراب داغ برمان بیار، منم حسودیم شد. یه فلاکس چایی خوب درست میکنم، دم میکنم آریان جون، بعد حواسم پرت میشه تو لایوان، بعد روز بعد پا میشم که چای دم کنم، اونم وای فلاکسم پر چاییه، چایی روز قبل اصلا نخورد. های تریه. خب چی بپرسم ازت؟ آخه من همه جور سوال ازت پرسیدم، از کجات بپرسم که ندونم. خب یه قسمتی صحبت کردی که گفتی اصلا I don't care، مثلا نظر دیگرون برای مهم نیست. من گفتم اگر فردای روز من یه کونم، فردای روز اصلا من به خاطر کون دادنم سل بگیرم، سرطان رحم بگیرم، سرطان کیر بگیرم، همه اینا رو بگیرم، میام تو لایف میگم، ولی بازم همون آریانم، هیچ چیزی نمیتونه آریان رو نابود کنه. چرا؟ چون آریان توش کامله. همین میخواستم اینو بگم، یعنی اینکه دیگه بالاتر از این نیست که آریان بخواد ببخشید زیگیل کیر بگیره یا سرطان رحم کون بگیره، مثلا از کون زیاد، هیچ چیزی نمیتونه منو نابود کنه و من همیشه بهترین کون خاورمیانه میمونم. بفرمایید. بله حتما نمیتونه. همین اینه که گفتم، میخواستم بدونم که این حرفای فک و فامیل و دوروبری ها چجوریه؟ اون اوائل که رو تأثیر میذاشت، الان شاید بیخیال شدی، چقدر برات اهمیت داره حرف فک و فامیل و دوستای قدیمیت؟ دیشب همین آرشکو داری آریان. فامیل ببین، من دایی ندارم، خاله ندارم، فقط دوتا عمو دارم با یه عمه، که اینها رای دور هستن با ما، مثلا شاید سالی یه بار میدیدیمشون و دور بودیم دیگه، خیلی مشکلی نداشت. من مهمترین تنها چیزی که به خاطر که اومده مدیا، مثلا اولا سلام آرمین جان، مثلا خیلی تاثیر گذاشت رو من، خانوادم بود، پدر و مادر و خواهر برادرام بود، که اونا بعدش کنار اومدن، فقط مثلا میگفتن اولا که شروع کرده بودم، مثلا میگفتن کون کون اینا، مثلا هر کی مثلا خانواده امو دید میگفت داداشت میگه من کونم، لایو میذاره اینا، دیگه بعدم طبیعی شد، بعدن دیگه گوهاره طبیعی شد. بعد تو الان که خواهرام یا پدرم مادرم هر کی بهش میگه پسرت کونه، میگه آره دمش گرم بذار کون بده، اینجوریه. تمام دیگه، من چیزی نداشتم، من خاله ندارم، دایی ندارم، دوتا عمو دارم با یه عمه، اونم که رای دورن، سالی یه بار میدیدیمشون. هیچ وقت شده بودی که مقطع زمانی مثلا ناراحت بشی که به قول خودت بهت کون میگفتن و اینا؟ کون یعنی؟ نه هیچ وقت من از توی زندگیم از اینکه کون بودم ناراحت نبودم. من گفتم وقتی که توی کمر پدرم بودم، من با پدرم صحبت میکردم، گفتم پدر منو آرومتر بزن، چون من درسته میخوای پسر بکنی ولی ظریف بکن. و شبی که پدر من مادرمو گایید و مادرم وقتی که منو زایید، اون شب آب کامل نبوده، نصف آب بوده، به خاطر اینه که الان من سفیدم و ظریفم، به خاطر اونه. مثلا برای داداشم که وقتی بابا مادرمو گایید و داداشمو زایید،
آب اکسترا آب درخواست کرد، یعنی دو بار بابام کرده بوده که داداشم الان هیکلی شده، داداشم قد 180 یا 90 کیلوه، قد بلنده، دو بار کرده بوده ولی منو نصفه کرده بوده، چون من به پدرم گفته بودم که پدر من میخوام کون بشم، به خاطر همین پدرم چیز کرده بود، نصفه کرد منو، یعنی تا مثلا میخواست وقتی که ما داشت ننمو میگایید، وقتی آبش اومد یه ذره ریخ کشید بیرون، بقیش ریخ رو فرش. بله، من باز یک الان داشتم یه چیزی فکر میکنم، چون بند خدایی بود پیشونیش خیلی صاف بود و بزرگ بود، خیلی اذیت میکنم، گفتم پیشونی چرا پهنه، بعد میگفت که فکر کنم اون روزای آخری که میخواستم به دنیا بیام، پدرم بالاخره شیطون رفته توی جلدش، اومده نزدیکی کرده با مامانه و زمانی که میزده این میخورده تو پیشونی این پیشونیش جلو بوده، این میزده تو پیشونی بچه، پیشونی بچه. و من در مورد شما فکر میکنم که اون روز آخر بابای شما اومده نزدیکی کرده و شما قسمت باسنتون جلو بوده، هرچ که میزده میرفته فکر کنم تو پشت شما، نمیدونم این هم میتونه باشه، حالا در مورد این هم فکر کنم بیشتر، شاید هم اینجور خشبه. نه من بهتون گفتم که من وقتی که به دنیا، وقتی که قبل از اینکه به دنیا بیام، و من چون من میدونستم که من در آینده یک کون موفق خواهم شد، یعنی I will یعنی خواهم شد. ساری من sometimes انگلیسی صحبت میکنم چون زبان اول انگلیس انگلیشه. آره، من وقتی که در کمر پدر جانم بودم، ساری من فارسیم زیاد خوب نیست، وقتی که در کمر پدر جان بودم گفتم که من میخواهم یک I will، یعنی در من خواهم، گرامل خوب رعایت کنید بچه، من خواهم بود، یعنی اینکه I will be، یعنی من در آینده کون خوبی خواهم بود، و به خاطر همین من میدونستم کونم و کون به دنیا اومدم و الان یک کون موفق هستم و تا آخر عمر میخوام کون بدم و زیر کیر جون بدم. همین. پس جمله دادن رو برایش صرف کردی، میدهم میدهم و خواهم داد، داده ام میدهم و خواهم داد و خواهم داد. من خیلی هم عالیه. خب بعد فکر میکنی تو چه سنی بالاخره از این خوراکای لذیذ دلت زده بشه و سیر بشی؟ سیرمونی من... داری اصلا؟ من فکر نمی کنم، I don't think so، یعنی که من sorry about that، اینقدر بابا یه دفعه بس یه چیزی بخورم. I don't think so، یعنی که من فکر نمی کنم که، چون فکر نمی کنم کسی بتونه از کیر سیر بشه، چون کیر مقدسه و معجزه میکنه تو کون آدم، شاداب جب جوان. من این پوست سفیدی که دارم، هزار و الله و اکبر، هزار و الله و اکبر، این پوست سفید و شادابی که ماشاءالله مثل شیرواری، شیرواری هستش، من این همه به خاطر برکت کیره. وقتی کیر میره تو کون من، سیستم بدن من فعال میشه و جوانسازی و سفیدکاری انجام میشه، کلاژن، کلاژن تولید میکنه وقتی کیر تو کول من میره. و من نه، من تا آخرین من یک از آرزوام اینه که زیر کیر بمیرم و جون بدم و آخرین نفسی که میکشم کیر تو کونم باشه، یعنی من میخوام وقتی میمیرم مجسمامو مومیایی کنن و اون کیر تو کونم باشه، یعنی کیر تو کونم قفل شده باشه و مومیایی کنم بذارن توی سر جاش. چون تو اونجا که من شنیده بودم فقط سگا قفل میکنن. آره نمیدونم. بعد آره، چون اینکه میگن توی آبایی که آره شما خیلی خوشبختانه زیاد داری مصرف میکنی و میخوری، میگن توش پروتئین داره مقویه، راست میگن یا نه؟ من که آبو نمیخورم، فقط میریزن رو سطح بدنم، یعنی رو صورتم میریزن که اون آب بزن. برگردیم درستش رو بهت بگم، کون من ویتامین داره نه آب کیر. وقتی کیر میره داخل کون من و کیر به دهنه رحم کون من میخوره، اون ویتامینای سوراخ من میره تو کیر و از توی آبش میاد بیرون،
یعنی کیر هیچی برای من نداره، هرکی از بدن خودمه. سوراخ کون من ویتامین داره، پروتئین داره. فهمیدم. هنگ چی کرد؟ یعنی اینکه منظور کون من ویتامین داره، سوراخ من ویتامین داره و از اون که میره تو کون میره تو سوراخم و اون چون کیر به دریچه ها و حرفه های رحم من میخوره، ویتامینا میره توی کیر و کیر از توی طریق آب میاد بیرون و میرزه رو من که من اینجوری میشم. همش از خودمه. کلا میگم پس خاصیت داره، پروتئین داره، حالا چه بریزه رو چه به درونت کمو توش باشه. بله. اوکی. خب عزیزم بپرس اگه سوال داری. من تو 10 ثانیه برم اون فلاکس چای ما بردارم بیارم، منم یه شراب داغ بخورم. برو بیا رو بیکم با جایی نریا، الان میام. نه هستمش. خب دوستان عزیز میبینم ساعت 5 صبح 700 نفر بیدارید. What's going on here؟ چه خبره اینجا؟ خواب ندارید؟ کار ندارید؟ آریان تو هر ساعتی از روز شب بیاد ماشاءالله طرفدارای خودش رو داره. ماشاءالله. هزار و الله اکبر. آریان جون عارفی. ماشاءالله. تگیدونه خاورمیانه. هنرمند. بهترین کون. ماشاءالله. الله اکبر. بله چرا که نه. چرا که نه. چرا که نه. اینقدر دوست دارم که به عشق این وقت صبح که من داشتم بهت گفتم آره اینجا کم زودتر بزن، ایرانی ها زود میخوابن. خب بفرمایید. راست شراب داغم و بریزم خشتکم نسوزه، حواسم باید باشه. رها آدم شد دیگه، کامل نداشت. آره دیگه توبه کرده، رفته آب پاکی ریخته رو خودش، توبه کرده. خب من پرسیدم دیگه، خواهر چاپنش رو سوال پرسیدم، چقدر سوال بپرسم؟ تموم شد سوالم. من بپرسم؟ آه لیدا یه سوالی میپرسم، واقعا راستشو بگو. خب چون میدونم که تو بعضی از سوالا رو جواب نمیدی به خاطری که تو میگی من بیشتر دوست دارم در مورد سکس و اینا تو لایوام صحبت نکنم، فرهنگ سازی کنم. ولی خدایش راست بگو واقعا نیاز نداری؟ حالا شاید یکی رو اعتماد نکنی بیاری به خاطر که معروف شدی الان همه تو رو میشناسن، اعتماد نکنی یکی رو بیاری بکنه تو رو. ولی خب جغ چی؟ واقعا جغم همجوری مثلا ماه یه بار، هر دو سه ماه یه بار؟ آره اونی که اگه کسی که بگه من نمیزنم دروغگوی محضه. خب انجام بده. ولی خب آریان جون خودم مریم مقدس نمیبینم، لیدای مقدس من نیستم. من خیلی وقتم تو لایوا گفتم که حتی با مخالفت‌های شدید روبرو شد که گفتم من یک پسری رو میخوام که دوستش داشته باشم، رل باشم و منم که میدونی با یکیم باش اوکی بشم، باش زندگی کنم، چون نیاز دارم. من یک ترنسم، من نمیتونم از خودم فرار کنم، من یک ترنسم، حسم به مرد هست، به پسر هست. خب و اگه قرار باشه که بخوام نزدیکی کنم یا هر اشغالی بکنم، یک پسر رو میخوام، چه کشورم خوشش بیاد چه خوشش نیاد، من یک پسر رو میخوام که داشته باشم. و اون پسری که از دید من تا 30-40% انسانیت داشته باشه و کارش درست باشه من هنوز ندیدم. یعنی پسرها هر کی دیدم یا حول بوده یا به خاطر موقعیت هم اومده یا چون تو مکان نداشته ننه باش کتکی زندخن تو خیابون به جان که رو کارتون بخوابه بگه برم خونه لیدا بخوابم. خب به خاطر سوء استفاده میان سمت من و من نمیخوام همچین پسری رو. و 3 سالم که هست از موقعی که جدا شده من با پسری به صورت جدی رابطه برقرار نکردم که بیاد با من بمونه و مثلا با هم باشه یا مثلا بچه محل باشه هفته 3 شب 4 شب بیاد پیشم. نه نداشتم، چون که آدمش نیست. میدونی آدمش روز به روزم که جلوتر میریم پسرا بدتر و بدتر و بدتر میشن. الان خیلی ها میدونن به قول شما از فالوورای عزیز و اینور و میدونن لیدا، حالا درست سنش بالا ولی خب شکر خدا یه خونه ای داره، لوازم خونه ای مثلا اوکی داره، یه حقوقی داره، خب خیلی چیزا رو دارم که خیلی ها ندارن. با این حال انگشت، یه انگشت به دماغ، یه انگشتم به باسنه، هیچی هم نداره، بازم میاد برای من ناز میاره. پسر به درد بخور گیر نیاوردم، وگرنه اگه پسری که مناسب باشه، خوب باشه، آدم باشه،
من باش میسازم، نه دنبال پولشم نه دنبال ماشینشم. و اینم بگم از طرفی هم خودم هم کوچیک نمیکنم، چون بگم چون سنم بالای شوگرش میشم به این هوا باشن، من این اصلا شوگر پوگر نمیشم. ولی خب پسر اگه انسانیت داشته باشه، اخلاق داشته باشه که من ندیدم، آره باش اوکی میشم، منم نیاز دارم، منم دوست دارم، نیاز میشیم. خب از ولی اصلا سوال من فهمیدم چی میگی، فهمیدم چرا اصلا به این ربطی نداره. جواب شما رو دادم مشخم در ادامش که گفتی که با خودت ور میری اینا، گفتم آره هر کی بگه بر نمیرم دروغ گفته، منم جزء بقیه ام. بقیه هستین. بعد وقتی که آبت میاد چه صدایی در میاری؟ صدای خر معموله چی بگم، مگه صدای خاصی هم داره؟ آخه من وقتی که جغ میزنم، وقتی آبم میاد جیغ میزنم. خب اگه یه نفر تو خونه بود چی؟ مثلا توی حموم داری با خودت مشغولی، یه ها جیغ بزنی میدونن میگن چی شد، تیغ دستشو برید، چیزی رفت توی چیزی. خب مثل من خب همچنی تنهایی دیگه. نه دیگه، من که تنها نیستم. خب مثلا همیشه که بهروز خونه نیست. چرا؟ آره از موقعی که اومده، از موقعی که اومده یک سر پیش منه، اینم یه اخلاقی داره، اصلا پا نمیشه دو دقیقه بره بیرون، از کنار من تکون نمیخوره. هرچی میگم برو بیرون، یا دوستم بهش میگه برو تو پارکا بشین، اینجا مثل شهر قبلی نیست، اینجا خیلی اوکی هم، برو با چند نفر دوست شو. اصلا پسر من یک سر خونگیه، خونگی. هنوزم تفلنگ یه دونه رلم نداشته. من بیشتر از که جوش خودم بدنم فکر پسر من که چرا 21 سالشه هنوز یه دونه ریل نداشته. ریل نداشته. خب یکم پسرها دیر شروع میکنن، نگران نباش. نه بابا، پسرای ایران رو نمیدونی. حالا یه چیزایی هست دایرکت میگم، اینجا بگم باز برام حرف در میارم، ولی پسرها از 14 سالگی، بذار بگم ولش کن، می‌خواستم نگم. پسرها 16 ساله امروز اومده دایرکت، همش که چی می‌کنم پیام میده، گفتم جانم، من فکر فالووره جانم فلانی هستم، 16 ساله، خونم هم نزدیکی تایی، گفتم جانم در خدمتم. بله پسرم جانم. میگه پسرم اینا چیه؟ من دنبال یه نفر باهاش اوکی بشم 16 ساله با من؟ فورا گفتم نه، تو 16 سالی بچه ای، خب تو بچه ای امکان نداره. نه نه نه، همون 18 شم برای من حرف در بردن و اینا. و گفت چی کار داری پدر مادرم به من چی کار دارم؟ واقعا را بچه های الان خیلی اصلا گرگی شدن. بگم پسر جون من هم چیکار نمیکنم، اگر خیلی پیله یا بلکن من نیست با پیجای مختلف داره میای، اگر میخوام باید دوست بشم باید پدر و مادرت، حتما پدر و مادرت با هم دیگه رضایت داشته باشن، بگم ما اوکی با پسر ما، مثلا اگه میخوای باشی اوکی ما هستیم. بعد هیچی میخوام بگم یه گرگی بود بچه 16 ساله، پسر 16 ساله داشت مخ منو میزد، بیلش کن مامانم چیکار داری، من میام پیش نزدیکم چیکار داری بابا جون، توقعم ازت زیاد نیست فلان. خب این حرف رو زدم که بفهمونم که بچه های الان از هم، من میگم 14 حتی پایین تر الان خیلی راحت هم میرن با هم سنکمشون زیگ میزنن، هم دوباره زنهای متعلقه، حتی خیلی هاشون هم اصلا نمیگذن طرف شوهر داره یا نداره، فقط بیتونن مخ زنی رو بزن فیلش نمی کنن. و در آخر پیاماش شد که من نیاز جنسی دارم، گفتم خب اونش همه دارن به من ربطی نداره. بچه 16 ساله داشت مخ منو میزد، بچه الان نمیتونه بایسته کرد با دوره ما، به خدا الان 16 ساله الان یه 60 ساله الانی رو میبره لب چشمه تشنه برمیگرده دو خونش. بچه الان کور ببخشید یه خانومی نوشته یعنی لیدا جون با رضایت پدر مادر بیا ترتیب تو بده. بله 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 او مای گاد دس فانی، خیلی باحال بود. آره دیگه، آره انجو ببین ما که میام زیر 18 غیر قانونیه، خب کسی ما البته دوره الان کسی نگاه نمیکنه. پسر اومد و پیلی کرد و بابا اوکی باشیدی، گفتم بچه جون تو یک سر بچه ای، اینو گفتم که بره چون میسم پدر مادرشون نمیاره اینجا که ما هست. بگو که بابا این حرفا رو ول کن، بچهای الانی دورشون فرق میکنه، من قبل تو با یه زن 40 ساله یه مدت بودم، بچه‌ها الان گورگن بابا. ولی کلا من خودم سلیقم سن بالاست، یعنی من که رفته بودم ترکیه که یعنی
دعوت شده بودم به ترکیه که طرفداران منو دعوت کرده بودن که منو زیارت کنن. پسره 20 22 23 بود، ولی چون بیبی بود میگفتم نه، من فقط مرد پخته 35 از 30 تا 40 هیکلی پخته، یه مرد پخته که بتونه بکنه. یه پسر 22 ساله ببخشید تازه شروع کرده به جغ زدن، چجوری میخواد منو بکنه؟ منی که اینقدر حشری هم، منی که اینقدر کیر لازم هم، منی که ببخشید شب تا صبح کیر تو کونم باشه بازم میگم کمه، یه پسر 22 ساله میتونه منو سیر کنه؟ نه بابا. هزار تا پسر 23 24 بود ولی بیبی بود. بعد اینقدر پیله، اینقدر پیله که من تو رو نمیشناخت، من که آریانم ترک بود. بابا گفتم نمیخوام، گفت همه چی بهت میدم بذار بیام بکنم. گفتم بابا برو یکی دیگر رو پیدا کن تا بچه‌ای بره من. درسته من خودم هم کم، سنم کمه، طفلم، ولی کلا من سن بالا دوست دارم. بعد اونجا عربا می اومدن، هیکلی، چشم ابرو مشکی، کیرکلوف، خوب بلد. آبش طرف اومده، دوباره آب طرف اومده، دو دقیقه نکشته بیرون از کونم، ادامه داده. میدونی؟ من نه، من پسر اگه به 40 سالش باشه ولی صورتش بیبی باشه بازم کون نمیدم. آریان جون منم به این نتیجه سم، جدا از قضیه جنسیش، خب جدا از اون، کلا من به این نتیجه سم تو زیر 30 سال به شدت رو مخن، آره هرچی از این 30 بری پایین تر شدت رو مخ بودنشو خیلی شدید تره. حتی پسری که میگه من آقا رفتم، ولی روی غرورایی که دارن، روی بچه بازیایی که دارن، اعصاب روانتو به هم میزنن. منم نهایتا آره دیگه، حالا میدونی من جوری نیستم که بخوام رو سن مانور بدم، بگم کسایی که بالای این سنن با این مشخصات خب کیسام کم میشن خب، ولی نهایتا کسی که بخوام باهاش به آرامش برسم، چون من گفتم دوباره آرامشم، آره بیفایده است با رابطه با زیر 30 سال، بیفایده است. گرچه من آدمی هم دیدم 45 50 ساله شعورش از 12 13 ساله کمتره، ولی خب کلا بچه از اونجایی که غرور داره و نمیدونم تازه به دوران رسیده، نمیتونه یک تکیه گاهی خوبی برات باشه، و برای همین میخوام بی خیال بشم کلا با زیر 30 سال کلا بی خیال. آره لیدا یه فیلمی دارم تو ترکیه، تو میدونی که معافی خیلی زیاد داره، مردایی که سلاح دارن و آدم میکشن و خیلی راحت، یعنی ترکیه امنیتش نصف آمریکا هم نیست، با اینکه مثلا میگن در آمریکا شاید جاش نباشه من از این ممالک کفر تو لایو اسلامی صحبت کنم، ولی میگن اینجور که شنیدم میگن در آمریکا مثلا سلاح آزاد، تفنگ همه دارن، ولی قتلایی که در آمریکا میشه با اینکه آزادی زیاده 1% هم، قتلایی که توی ترکیه میشه 1% هم توی آمریکا نیست. خب توی ترکیه همه سلاح داره، یعنی اونای ترکایی که خیلی قدیمی ان و میگم مافیان چی ان اینا، سلاح دارن، تفنگ دارن. بعد یه مردی به من پیام داد، این همجوری پیام داد، من خود دیگه نمیدونم چی شد، خیلی کیس نبود ولی یه مرد پخته بود 35 40، ولی اوکی بود. این به من پیام داد گفتش که میخوام بیام. منم تنها بودم تو خونه، پسرخاله و اینا همه رفته بودن بیرون. بعد گفتم خب بیاد بکنه منو. بعد این اومد، خب چون تو ترکیه همه پول میگیرن، مثل من که لاکچری و پولدار و ریچ نیستن که ببخشید همجوری کون بدن برای اصالت خانوادگیش، کون بدن برای منشش کون بده. بعد اومد داخل و وقتی که زیبایی منو دید شک کرد، یعنی وقتی که اومد منو از نزدیک دید که من چقدر زیبا هستم و چقدر کردنی هستم، شک کرد به من و خودش درخواست داد، گفت چقدر میگیری؟ و من وقتی تفنگ سلاح اینو دیدم ترسیدم، گفتم خدایا الان نکنه به ما 500 لیر بده، خون با ارزش ما رو بریزه رو زمین. بعد من ترسیدم، گفتم نه من پولی نیستم خداییش. دیدم تفنگشو در آورده به من نشون میده، من جفت کردم. خب من تو زندگیم این چیزا رو ندیدم، من همیشه تو امنیت کون دادم. بعد تفنگشو نشون داد، سلاحشو، بعد گفت چقدر؟ بعد من ترسیدم، گفتم من پولی نیستم، فقط اگه اوکی باشه فیلم بگیریم. گفت باشه. براتون تو اتاق دیگه من گوشی رو گذاشتم اونجا، اینم مثل خر منو میکنه، تفنگش
گذاشتم کنار کون من گذاشته یا علی. اصلا نفهمیدم چجوری کون دادم، میگفتم ای خدایا فهمیدم گفتم به یا امام رضا فقط این آبش بیاد بره. آخه من ترکام خیلی ترسناکم، یعنی خیلی بده، گفتم فقط آبش بیاد بره. حالا اینو نگاه کن، یه بار آبش اومده یه نفس کشم گفتم خدایا الان این میره. میگه چی؟ میگه میخوام دوباره بکنم. یا امام رضا گفتم الان بگم نه دیگه، یه تفنگ میکنه تیر. یه تیر حروممون میکنه خونمونه میریزه. گفتم باشه. حالا دوبار منو کرد. حالا میخوام اینو بهت بگم، من چه احمقیم، من چه آدم سلفیش یعنی خودخواهیم. تو اون شرایطی که سلاح کنار منه من از ترس میریزم، از آبم نگذاشتم، همجوری که داشت میکرد من جرق زدم تا آبم بیاد. به من آدم باید از زمان استفاده کنه. من او مای گاد دست فریکی، دست ایمپاسیبل، یعنی دست ببخشی ساری انگلیسی صحبت میکنم، این غیر ممکنه. من طرف سلاح گذاشته در کونم، از ترس میلرزم که دو دقیقه دیگه آبش بیاد خونم رو زمینه، خون مقدس من، کون با اصالت، از این برم دارم جرق میزنم آبم بیاد، آهوخ میکنم. دست فانی خیلی خوب بود، فیلمشو دارم، سلاحش کنار کونمه، بدره منو میکنه. کسکش چقدر خوبم میکرد هرون زاده. anyway دعا کن به جون همون اصل هش. anyway whatever، ولی چقدر خوب میکرد. خب بعد آره انجام، به غیر ترکیه آیا کشور دیگه هم میری یا نه فقط گیر دادی به همین ترکیه؟ honestly اگه راستشو بگم، من عاشق مرد ترکم. برای این بیشتر اونجا میام. دو تا ریزن داره، یعنی دو تا دلیل داره. اولا که ناراحت نمیشه که من انگلیسی صحبت میکنم. نو منم زبون اولم انگلیسیه، نمیخوام تو خجالت بکشی دارم فارسی حرف میزنم، راحت باش. دست اوکی. آره honestly یعنی در اگه راستشو بگم دو تا ریزن داره، دو تا دلیل داره که من میرم ترکیه. یه کسی که خب طرفداران منو دعوت میکنن که منو زیارت کنن، دو هم که به خاطر کیر ترکا. نه میدونم به غیر از ترکیه های کشور دیگه میری، مثلا ترکمنستان، قرقیزستان، پاکستان، اینجور جا میری یا نه فقط ترکیه رو دوست داری؟ نه برای بیزینس نه. من فقط برای کون دادن ترکیه، فقط کیرای ترک. فقط کیرای ترک واقعا زیباترین پسرای دنیا رو ترکیه داره. زیبا رو ترکیه داره و با غیرت ترین، غیور ترین، با تجربه ترین، معتبر ترین کیرا هم ترکا داره. ما که ندیدیم خواهر جان، برای این سوال. خب تو که نیومدی ترکیه؟ میگم که نیومدم. نه ما که از مر خیلی زحمت کشیدم، از مشهد اومدم کرج. آره من به خاطر اون میرم، چون میدونی چیه، ترک ها اولا که یک که بکنن خوبی هن که هیچی، محیط و جامعه هم نمیتونه رو کیرینا تأثیر بذارن. فردا بیان بگن ترکیه کون دادن آزاده، هیچ مردی کون نمیده. میدونستی؟ نه یعنی چی؟ یعنی ببین در یک جایی مثل یک مثلا شاید جاش نباشه تو این تریبون من از این ممالک کفر یعنی جهان اول که I hate that، یعنی که من متنفرم از آمریکا که نمیخوام هیچ وقت اسمش تو لایوان باشه، تو لایو مقدس و اسلامی من اسم ممالک کفر باشه. حالا میخواد جهان اول باشه، پیشرفت باشه، اقتصاد هر گوهی باشه، دوست ندارم تو لایوان در موردش صحبت کنم. در جهان اول خیلی دوست دارم، جهان اول خیلی بهتره از همه نظر، پیشرفتن ما عقب برای شما آره، ولی من نظر خودم گفتم که من I hate that، یعنی من متنفرم از جهان اول. در جهان اول اومدن گفتن که آره همه گرایش‌ها آزاده و همه مردای آمریکایی کونی شدن و همه مردای آمریکایی از
از 90 درصد مردا الان 80 درصد مردا کون میدن در آمریکا. منتظر این بودن که قانون اعلام کنه، قانونی آره. شده. ولی یه چیزی بگم، در شهر مقدس ترکیه، شهر زیارتی و سیاسی و سیاحتی عزیز ترکیه که بهترین شهر دنیاست، فردا بگن کون دادن آزاد، در خیابان، در خانه بگن همه کلوپ ها میشه سکس برای دادن مردها، هیچ کسی این کارا نمیکنه. الان در ترکیه تو وقتی که میری همه مهاجرن، یا کون ایرانی یا کون افغانی یا کون عرب یا کون آمریکایی یا کون اروپایی، همه بکنا ترکن. همونه میری ترکیه، حالا فهمیدم. آره آخه من مشکلم اینه که آرنج رو گفتم، از این نظر من برعکسم، من اصلا تو قضیه که دوست دارم با پسر باشم، چون ما گرایشمون اینه خب، ولی اینه جدی دارم میگم، هیچ موقع به اون قضیه آلت اون مرد برام اصلا مهم نبوده و اتفاقا دنبال چیزم. بعضی رو میدن با آب و تاب میگن هرچی بزرگتر هرچی درشتر، من دقیقا برعکس اونام، اصلا به اون قضیه فکر نمیکنم، فقط بالاتنه، بالاتنه که مرد آرامش داشته باشم، پایین تنش رو اصلا بهش فکر نمیکنم. نه من مورد داشتم، طرف اینقدر زیبا بوده، باورت نمیشه، پسره دو سه شب پیش از نظر روحی حالم خراب بود و فکر کردم اگه یکی بیاد بکنه کونم آروم میشم. یه پسره بود 23 سالش بود ولی صورتش پخته بود، میخورد تا 27-28 میخورد، قدش 1.90 با 90 کیلو، عکس کیرش هم فرستاد، خوب بود، بد نبود. عشق هم اومد اینجا نتونست منو بکنه، من حالم بدتر شد. پس به اون صورت نیست، به اون بدن نیست، مهم اینه که طرف چجوری بکنه تو کونت، چجوری طرف بتونه تو رو بکنه. دیشب طرفی که 3 بار آب من اومد که فیلمم گرفتم، من داگی کرده بودم لبه تخت، کون کوچیک خوشگل من با اون سوراخ فندقی و گنجشکیش و با اون خایه زیبای گندمیم با اون کیر خوشگل قهوه‌ایم که اینجوری قشنگ خدا نقاشیش کشیده اومده بود پایین، این یه دستش روی لبه کون من بود، یه دستم با یه دست دیگه‌ش هم کونم رو باز میکرد، کونم اونجوری باز میکرد، میکرد توش و من داشتم میدیدم که این طرف جوری داره کون منو میکنه. یکی با قطب اینقدر لوله پلوکات میرفت توی یه سوراخ گنجشکی و اون باعث میشد که نقطه پروستاد جی من تحریک بشه و من دنده اوتوماتیک آبم بید. بدون هیچ دستی که به کیرم بزنم. و به نظر من لیدا تو توی 47 سال زندگی 10 بار کون دادی، من توی یه روز 10 بار کون دادم، به من میرسی 2-3 سال دیگه شاید برسی. بهترین مهمترین ویژگی یک مرد اول باید کیرش باشه، کیر خوبی داشته باشه، خوب بتونه بکنه. برای من که نه اینجوری نیست، میرسی خود اصلا برای تو اینجوری نیست، تو کیر نخوردی، آخه لذتی هم برام نداره. آریان جون بعضی یه کسی ببخشید، محبوب ترین غذای ایرانی که مثلا قرمه سبزیه، تا حالا یک کسی که قرمه سبزی رو نخورده، شاید مثلا یه آمریکایی یه قرمه سبزی رو ببینه فکر می‌کنه این توش گه ریختن چون سبزه، نه مثلا بعد که میخوره میگه او مای گاد سو دلیشس، یعنی خیلی خوشمزه بود، ام گانا کیپ گوین، یعنی میگه من میخوام ادامه بدم همیشه بخورمش. و تو خب آره تو همون قرمه سبزی هستی، کیر برای تو حکم قرمه سبزی رو داره، تو کیر خوب نخوردی و ندادی. تو اگه روز مثل من روزی 10 تا کیر بخوری میفهمی کیر خوب و بد چیه. نمیدونم، شاید ملاکان با هم فرق کنه، ولی من نه دنبال اون قضیه نبودم، همین دنبال کسی بودم که باش همین دیگه با هم باشه، همدیگر دوست داشته باشیم. ولی فکر میکنم دارم اشتباه میکنم، این افکار مال 30-40 سال پیش بوده، الان
هیچ پسر اینجوری فکر نمیکنه که بره پیش کسی یه نفر دوست داشته باشه براش وقت بذاره بهش احترام بذاره. نه 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 همه میگن میریم الان قلقو یاد گرفتن تو هر کوچه میره پسر انقدر روشون باز شده و انقدر پخته شدن که به یک سوت یعنی به کمتر از یک دقیقه مثلا از یک زن یا دختر یا هر کسی که خوشش بیاد فورا رفته شماره گرفته و برگشته. یک دقیقه فقط زمان و چون زیاد ریخته خلقا رو بلدن هیچ پسر موندگار نیست و هیچ کی هم بگیر نیست. همه بنداز و بای بای بنداز در رو و فکر کنم منم باید کلن انصراف بدم از این چیزی که دنبالشم و همینجور به تنهایی بودن خودم ادامه بدم و اصلا رو هیچ کسی هم حساب باز نکنم. پسر الان یه جور درسته. اگر اجازه بدید من 2 دقیقه بریک بگیرم. بریک از مین بریک یعنی استراحت. من یه شیر بیارم برای خودم. تو هم یه 2 دقیقه کامنت بخون با بچه ها. چون من آره برم یه شیر بیارم برمیگرم. برو عزیزم برو ما یکم غیبت تو بکنیم. یکم برو من میخوام غیبت تو بکنیم. راحت باشه. خب بچه ها آریانجون رو بیان ازش غیبت کنیم. غیبت کنون زود کامنت بدین تا نیومده. خب بچه ها کامنت سوالی چیزی اگه دارید لطفا بدین توی فرصتی که آریان عزیز داره استراحت میکنه من جواب بدم. دوستان از یک نکته مهمی هم میگم عزیزان دلی که ایراد میگیرید لیدا تو لایو خودت روانشناسی و انسانیت اینا. بله دوستان عزیز حرفای من اونجا خیلی جدیتره در صورتی که دیدی شوخی هم دارم رقصم دارم خوانندگی هم میکنم همه کار دارم تو لایو. اما دوستان عزیز بیاین یاد بگیرید که هر چیزی جای خودش خوش است. میگن هر حرفی جایی و هر نکته مکانی داره. من اگه تو لایو خودم سبکم اونه تو لایو دوست عزیزم سبکم جوری که من یک میهمان هستم مثلا آریان عزیز سبکشون اینه میام با هم میخندیم و هیچ محدودیتم اینجا ندارم. عزیزایی که اگه راحت نیستم با صحبتهای مثبت 18 میتونن تو لایو تو همچین لایوی نیان منو ببینن. تو لایو خودم در خدمتشون هستم و بعد آریان عزیزم بهتون گفتم تو لایو خودم گفتم قبلا گفتم الانم میگم از بهترین دوستان من هستن. خیلی هم دوستش دارم. هر موقع به من بگه لایو دارم اینا خودمو میرسونم و لایو آریان عزیزم میام. هر عزیزی که دوست نداره من توی لایو مثبت 18 باشم تشریف نیاره. بله چقدر و... به اینا توضیح میگه هر چقدر توضیح بدی بدتر میشه. آره فایده نداره آریان جون ولی سال یه بار میگم. باشه هر 2 دقیقه من میرم شیر بیارم تو داری تعریف میکنی. ای خواهر جان پوست منو میکنن یعنی میده بعضی موقع میان توی لایوم. من دیشب بود پریشب بود آریان جون که پیداد نکردم یه دونه لایو گذاشتم بعد گفتم بعدش میرم توی لایو آریان جون بعد تاشون گفتم ولش کن حالا که من چیز کردم پاشم یه آرایشی بکنم یه لایو دیگه بذارم. اینقدر تو اون لایو حال منو گرفته بودن آرایش کردم لباس پوشیدم هر کاری کردم انگوشم از سمت گوشی نتونستم لایو بذارم. اینقدر که انرژی منو تخلیه کردم اینقدر که اومدن توهین کردم و گفتم ولش کن برم بخوابم مگه دیوانم دوباره لایو بذارم که باز بیام دوباره به من توهین کنم میرم میخوابم ولش کن رفتم خوابیدم. تنها خوبی من اینه که من از توهین انرژی میگیرم. بعضی توهیناشون رو میتونم تحمل کنم آریان جون ولی بعضی موقع دیگه واقعا سنگینه حرفات. درسته. اوکی کیپ گوین ادامه بدید عشقم من شیرم آماده است. اوکی عزیزم آخه میدونی من چون کاری نمی کنم دلم می سوزه چون من نه توهینی به کسی میکنم نه حرفی ولی خب میاد دیگه طرف بگم طلب بابا رو از من داره توهین. خب چی بپرسم چی بخونم که بتونه جاری حرفای تو با آشه. خب آریان عزیز برنامه‌ت بر آینده چیه آریان جون؟ میخوای چی کار کنی؟ او فایشه این سال از من پرسیده شده. آره باید لحظه ببخشید این سال از من پرسیده شده بود و من گفتم برنامه آینده اینه که
دوباره چی؟ دوباره بگو سوالتو. یه لحظه. درآمد برای آینده چیه؟ مرگ. بگو. برنامه کلا برای آینده چیه؟ میخوای این تجارتتو تا کجا توسعه بدی؟ تا کجا پیش بری؟ برای بعد از اون آیا کار بهتری داری که حالا چه از نظر درآمدی بهتر باشه یا اینکه تغییر رویه بدی؟ میخوای چیکار کنی؟ اوکی، مثلا ما الان در سال درسته. مرسی بابت سوال قشنگت، خیلی خوب و به جا پرسیدی. ببین ما الان در سال 13402 هستیم. من سال 1403 دیگه کون نمیدم، فقط میکنم. نه دیگه اشتباه گفتی. 1403 بوده 1303. خب من فارسیم خوب نیست، میلادی. ما میریم تو سال 1223. آگوست و اینجور چیزا. خب بلکن. آره. خب. یعنی سال الان ببین ما تا چقدر دیگه داریم تا عید، تا سال آخر عید چقدر داریم؟ ما الان 2 ماه دیگه تا آخر سال داریم. الان ما توی ماه اکتبر هستیم، 2 ماه دیگه داریم. تا 2 ماه دیگه من کون میدم، از سال جدید 2024 من شروع میکنم به کردن. فقط مردای باکره رو میکنم. مشخص مردهایی که من میکنم مشخصاتش اینه: کسی تو لایو هستش دایرکت پیام بده، مرد قد بلند 1.80 90 کیلو وزنش باشه، ورزشکار، کونش خوشگل و گنده، پشمالو و تا حالا کون نداده باشه و من اولین نفری باشم که کونش میذارم و چشماش مشکی باشه، ریشه و پشمم داشته باشه. بعد اگه لابله اون کارا دیگه که باز اومد که گفت بده، چیکار کلن تعطیل میکنی؟ پشتو میخوای پلو میکنی؟ کلن میخوام 1-2 سال به کونم استراحت بدم فقط بکنم. آه اوکی. اینم فکری. آره. و میخوام شیمیل خوبی بشم، موهامو بذارم بلند شه، سینه هامو گنده تر کنم، کیرم که ماشاءالله هزار و الله اکبر، هزار و الله اکبر، انشالله که سایش بالا سرم باشه، گنده هست، خوشگل و خوشبارم هست، نیاز به هیچی نداره. یعنی دوباره بری پورتس کنی سینه هاتو؟ سال 1300-403 آره، که خب شیمیل باید سینهش گنده باشه که وقتی میکنه سینه خوبی داشته باشه، مرد لذت ببره. چی آخرش نفهمیدیم؟ تو گی، شیمیلی، پسری، چی تو آخر؟ تو گفتی برنامه آینده چیه؟ فیوچر اینه آینده. یس. تغییر رویه. اوکی. آره، من در سال آینده اینه که دیگه کون نمیدم، فقط میکنم، اونم مرد باکره رو. بعد خیلی هم عالی. خیلی خوب. تهش برای بازنشستگی چه برنامه‌ای داری؟ تهش فقط برام ساک بزنن کیرمو. زمانی که بازنشست بشیم دست از این کارات میخوای برداری؟ خب عشقم، ببین زندگی لایف در گردشه. یعنی تو الان نمیتونی بگی، مثلا الان تو نمیتونی بگی که لیدا مثلا امروز من یک شام خوردم تا یه هفته نخورم. تو هر شب باید شام بخوری. بله. Life is difficult. یعنی زندگی یعنی سخته. من راه درآمد زندگیم، ببخشید، من ننه پولدار داشتم، نه پدر کسکش پولداری، نه ارسی، نه مرسی. هیچی نداشتم من. من از 0 تا 100 زندگیمو خودم ساختم. حتی من الان دارم به 3-4 تا خانواده پول میدم. من بیچاره که تو این سن باید تو رفاه باشم که از جیب پدر مادر بخورم به طفلشون پول بدن، من باید از کونم کار بکشم و از کیرم. خب من باید دیگه، تو میگی تو اون میخندی، خب من باید کیرمو بدم دهن مردا که پول بگیرم نون سفرمو بیارم. حرف حساب. تو الان مثل این نیست که بگی اوکی من این شب الان پیتزا خوردم تا یه ما دیگه سیرم. نه، زندگی خرج داره خواهرم. Life is difficult. زندگی خیلی سخته بابا. Yes. بفرمایی خواهر جان. چی بگو؟ خب ها، تو آخرش که بالاخره میخوای با اینا پر اوکی بشی، با یک آدم ثابت
اون آدم چه مشخصاتی داره؟ او مای گاد، استاپ، استاپ دات کوئسشن، استاپ کو این سوال مسخره رو. او مای گاد، استاپ دات کوئسشن. این چه همش گیر دادی که من باید با یکی اوکی شم؟ او فایشا، تو که به 70 سالگی داداد میشی. 60 سالگی 70 سالگی که بعد اون وامانده خشک تو بذاری زمین استراحت کنی، اونجا میخوای چیکار کنی؟ من خب خیلی تنهاییمو دوست دارم. چی بگم به خدا، شاید نه، میتونم با یه دوست ترنس هم خونه باشم زندگی کنیم. چرا همش اینم سوال خوبیه. چرا همش باید مرد کنارت باشه؟ چرا یه نرخر کنارت باشه؟ آه، پس شما کلن با یک مردی که ثابت کنارت باشه زیاد موافق نیستی، درسته؟ آخه من خیلی تو لایوام گفتم من 16 سال کون دادم، زیر هر کیری خوابیدم، درد کشیدم، زحمت کشیدم، روزای خیلی سختی داشتم. چجوری میتونم به خودم اجازه بدم یه نره خرا کنار این آرامشی که الان دارم داشته باشم؟ خانم لیدا، قبول دارم، من یه کونم، من یه کونه با اصالتم. ببخشید من از کالا به کالا شروع کردم تا امروز شده پولی. کدوم مردی مثل من زحمت کشیده؟ کدوم مردی مثل من روزی 10 تا زیر 10 تا کیر خوابیده؟ بعد بازنشستگی هم داری یا نه؟ نه، مستمره بگیرم. من گفتم آخرین لحظه که میمیرم گوز آخر رو میزنم کیر بد تو کونم باشه. بیمه هم هستی یا نه زنی که واموندت رو بیمه هم کردی یه موقع جر بخوره پاره بشه چکا میکنی یا نه؟ بیمه داری کلن یا نه؟ همه چیزات منفیه، من بیمه خدا هستم. اون بالایی به این قبله محمدی، به اون بالایی که بالا سرم نشسته که انشالله سایش همه بالا سر همه مسلمانان جهان باشه، اون بنده، اون کسی که بندش کون آفریده بیمهش هم خودش گذاشته کنار. بیمه ای که بالاخره به بازنشستگی بدن از کار افتادگی رو خدا که بد نمیده که میده. چرا نده؟ وقتی که ما در قانون کونها یه قانونی داریم، خدا تو رو بیمه میکنه. چرا؟ وقتی که پیر بشی دیگه توشی نمیدی، فقط لاپایی میدی، ولی با همون پول توشی، با همون پول لاپایی زندگی تو میگذرونی ها؟ نه، ببین یه لحظه سرما خوردم. در قانون کونیا وقتی که تو over 30 years، یعنی تو اگه بالاتر از 30 سال کون بدی و تجربه کاری داشته باشی، وقتی پیر بشی پول توشی رو بهت میدن ولی لاپایی میزنن. اونجا که دیگه زنی که چین و چروکی دیگه، مگه کسی میاد یک پیر رو بکنه؟ به بونشم فکر کردی؟ حتما یکی هست که بیاد بکنه دیگه. البته شهرتت میتونی استفاده کنی به اسم. آره، ببخشی هر چقدرم کونم چروک شده باشه دیگه از مرغ و شتر و اسب و خر بهترم. آره از خر که بهتری، ولی خب کلن میگم برای اون روزان فکرشو کردی. آره بابا خانم اینقدر بلاک میکنی الان فکر میکنم من بیچارم، منو خراب نکن. من کی گفت بلاک دارم؟ گیر میکنه کامنت یه نفر رو بلاک کردم، اونم که خیلی حرفش به خدا اسم من بچه دارن تو بلاک میکنی، همه حتما کینه برم دارن، انگار آریان بلاک کرده. من دستان بچه ها اینجاست با این، من بلاک ملاک نکردم کسی رو، حواستون باشه. این خانوم شریف تو داره بلاک میکنه. آره اونایی که از حد دیگه دارن یه چیزایی میخورن بلاک میشن. خب ما بگی خواهد را اصام نداره، دو سال لایف گذاشتم هیچ کی رو بلاک نکردم، الان تی چند روزه 30 نفر رو بلاک کردم. خواهد را بفهم اعصاب برو که از روی آب نگرفتم خواهر جان، توهین میکنم، یه بار اختار، دو بار اختار، دیگه شورش در میارم بلاک میکنم خواهر جانه. ای خواهر جانه. بفهم کجا رفتی؟ عشقم فایشه.
5 دقیقه دیگه وقت داریم، برو. فرشان تو هم که مثل کشه تومون میمونی، هم میکشنت ول میشه میری بر و بر. خب میدونی چقدر لایویم خانم؟ خیلی بهت خوش گذشته. چقدر؟ یک ساعت شده یا نه؟ چند ساعت چند بود اومدی؟ 4 بود اومدی لایو، نگاه چند هم؟ ساعت 5 دیگه زنی که، یک ساعت. یک ساعته؟ جدی؟ 1.5 ساعت ما لایو ما. ظاهرم به شما داره بد میگذره، به من که خوش میگذره. نمیدونم اصلا من 5 دقیقه دیگه وقت داریم، برو عشقم. باز کجا مخبری زنی که بیشین لایو تو بذارم، کجا مخبری باز؟ خب بچه ها میگه خستم، 5 صبح میخوام برم سر کار. عزیزم شما اگه مراعات مردم این ور رو میکنید زودتر با لایو بذارید که بگی نگی دیگه ملت از خواب افتادن بعد از لایو شما باید برن سر کار. حالا کیپ گوین، ادامه بده. اوکی خب ها فایشه، این هم سوال خوبیه. الان میخواید دیگه روالت همین دیگه لایوات ساعت 3-4 صبح بذارید یا نه؟ عشقم گفتم من ببخشید درگیر حمامم و الان اگه بهت نشون بدم میخوام بیان رنگکاری کنن آپدیتش کنن، من بالا سر کارگرا بودم به خاطر همین، ولی سعی میکنم که زودتر بیام عشقم. آره اگه بتونی برای ما، ایرانی ها گناه دارن دیگه، همه سر کار میرن درس میرن و دنگ و فنگ دارن، گناه دارن. اگه بشه همون باز بندازی 12-1 خیلی خوب میشه. چش روی اگه کسی دیگه بود بهش نمیگفتم نه، ولی تو رو خیلی دوست دارم، روی چشام هزار بار. عشق منی عزیزم، بازم گستاخی نمیکنم آریان، اگه خودت صلاح میدونی عزیزم. کسی دیگه بود بهش میگفتم نه، ولی چون خیلی دوستت دارم روی چشام هزار بار. عشق منی آریان جون، منم خیلی دوستت دارم، نه تنها خودم، خانوادگی، بیروز، دخترم، همه میگن چقدر آریان باحاله، همگی دوستت داریم. خب من هنرمندم، من هنر تو داخلمه، تو وجودمه، توشه عشقم، من یه هنرمندم، تموم شد. امیدوارم همیشه توش باشه و بخنده انشالله. من هنرمندم، هیچ کسی نمیتونه من از پا بندازه، چون هنر تو خونمه، نه تو پیجمه، نه تو عدد فالوورامه، نه هیچی. همین الان همه پیجام نباشن یه صفر بزنم دوباره همه میان، چون من یه هنرمندم 100%. اوکی بفرمایید. خب خواهر جان ما دیگه سوالام ته کشید، خواهر جان سوال بپرس. سوالات ته کشیدی که هنوز میگی بیا بشینیم؟ خواهر جان تو هم از ما سوال بپرسیه، ما رو جر دادید که ما چقدر سوال بپرسم، خسته رفت اومد از این. آره باز چی داریم خوری زنی که دهنت پره؟ من یه ذره همینجور حلوا دارم. باورت میشه یک ساعت و نیم غذای من که نرم یخ زده، دو بار گرمش کردم، سیب زمینی کوبیده داریم گذاشتم اینجا قبل لحظه. اوکی پس من میپرسم و آره یکم من بپرسم. آخه یک لیدا یه چیز خیلی منو بعضی موقع که تنها هستم بهش فکر میکنم. از یه طرف توی مدیا اینایی که منو الان میبینن، از زن تا مردش همه منو تحقیر و تخریب میکنن، کی تو رو میکنه، سگ تو رو میکنه، خر تو رو میکنه و نمیدونم چی. این از این. حالا در دنیای واقعی که کون میدم یکی میاد یا علی بسم الله، این چیه؟ این چه کونیه؟ چقدر خوشگلی؟ باورم نمیشه دارم تو رو میکنم. با خودم فکر میکنم کدومش درسته؟ من آیا اینایی که منو میکنن دارن اشتباه میگن، اینایی که تو لایو منو میبینن؟ اصلا موندم. تنها سوالی که هنوز باش کنار نیومدم همینه. تو لایو که میام، از اول که میام، خر تو رو میکنه، از تو رو میکنه، سگ از تو بهتره، آدم جق بزنه از تو بهتره، از این همش. حالا یک کامنت خوب نگیر. حالا تو زندگی واقعی هر کی میاد منو میکنه، وای چه کونی، وای چه سوراخی، وای چه سینه ای، چه فیسی، اصلا باورم نمیشه دارم تو رو میکنم، از اینا. میگم یا امام رضا، این
اینا منو که دارن واقعی میکنن دروغ میگن، یا اینایی که منو توی مدیا میبینن دروغ میگن، کدومش درسته کدومش اشتباه؟ این من هنوز به جواب نرسید. I don't care برات مهم نباشه. خب نه این مهم پوینتش خیلی برام مهم بود، یکم درگیرم کرد، یکم اینجا برام مهم اینه که آریان جون، مهم اینه که عزیز دلم، خودت از زندگی خودت راضی باشی، احساس خوبی داشته باشی، هیچ ننه قمری به دردت نمیخوره و حرفای مفتم فقط یک حرف مفته و سعی کن از زندگیت لذت ببری، اون چیزی که درسته انجام بده، همین. اوکی، خب برو. دهن مردم بستن نمیره خواهر جان، مثلا دروازه قوچان وایه بستن نمیره خواهر، زندگی خودتو بکن برات. اصلا یه سوالی چه، تو دوست نداری موهاتو مثلا بدی یه طرف حجمشو بیشتر کنی؟ خیلی خوشگل میشی دیگه عزیزم. اینکه شکر خدا اینکه دنبه سگه دنبه موشه نمیده نگاه کن همیشه داره خودش بلند میشه، کاری بهش ندارم، انداختم اخر جولان دیگه میاد تو تو در همین سبک و سیاه خوبه آریان جون دیگه، خیلی هم نمه به خودم برسم، یه جوری باید باشه که یکم به سنم هم نزدیک باشه عزیزم، وگه نه که چرا آدم پول خرج کنه خیلی هم میتونه بره خوشگل تر بشه، ولی خب بازم خدای خودم رو شکر میکنم، با اینکه تعریف از خودم نمیکنم چون میگن تعریف از خود چیز خوردنه، خب ولی خب نچرالم خیلی هم مثلا نه جدی. یک سوالی بپرسم آریان جون، حالا درست یکم افکتم دارم ولی قیافم چجوری به نظر شما؟ اینکه برم نیازه برم کار زیبایی روش انجام بدم یا قابل تحمله؟ میشه تحملش کرد؟ عشقم خب من هیچ وقت تو زندگیم لای نگفتم، یعنی هیچ وقت دروغ تو زندگیم نگفتم. شما ببین، همیشه من تو رو راست بودم. مهمترین چیزی که باید یه ترنس داشته باشه که تو داری اینه، وزن و قدته. تو 1.62 آرزوی هر ترنسیه. اوکی؟ مرسی گلم. قدی که تو داری 1.62 آرزوی هر دختریه، آرزوی هر ترنسیه. ساریه بادد، ولی ترنس های عزیز از من ناراحت نشین، ولی همه ی ترنس ها قداشون بالا 1.80 و 90 همه شون شطور، هیچ کم اینا رو نمی کنه. آخه ببخشید، مردا مکسیموم یعنی حداقل مردا قداشون دیگه 1.70 1.75 دیگه، خیلی بگن شاخه 1.80. حالا بیان اینا یک کونی رو بکنن 1.90، چجوری اصلا کیرش میرسه به کونه اون؟ و مهمترین چیزی که تو داری اینه که قد 1.62، خیلی عروسک جمع جور تو دستی و وزنت هم 62، پرفکت. بعد از اون پایین تنت 18-19-20، پایین تنه تو مثل اون ترنس های شطوری که ببخشید، خب اینا مرد به دنیا اومدن، ترکی نیست که بارو پر از پشم و همشون از بس که ببخشید گچ بلند کردن و آهن و سیمان بلند کردن ترکی شده، پوستشون باز شده، ترک ترک شده. نه، بدن تو زیر گردن تو 18-19-20-22-23 همین بیشتر از این. خب فیس نرماله، نه زشتی نه خیلی خوشگلی، این میدل یعنی وسطی. و تنها کاری که من بهت پیشنهاد میکنم فقط رو موهات کار کنی، حجمشو زیاد کنی، همین. اونم که کاری نداره، صد برای دیشب رفته بودم آریان جون چیز کنم یکم لوازم آرایشی بخرم اینا، قیمت کردم، بعد بهش گفتم برای چتری های جلوم که نخوام برم حالا کار خاصی انجام بدم، گفت آره داریم، ولی رنگش دیگه خیلی روشن و اینا بود، داشت مثل با گیره بسته میشه اینجا پر میشه این جلو، بعد دیگه من گفتم مشکیشو میخوام، گفت نداریم بعدا شاید بیاریم، همون هم که بزنم تمومه، پشتم که دنبه اسبه ایناش. خب آره
I mean یعنی منظورم اینه که مثل من مثلا ماشاءالله مو داشته باشی. شما که جوون شیرواری، من دیگه یعنی حالا گرچه سنم باور ندارم، من سن خودم هم باور ندارم، درسته تو شناسم 47 سالمه ولی شکر خدا هم روحیه و انرژی که دارم اصلا سن باور نکنم، هم که وقتی به بدنم نگاه میکنم و مثلا خودم میکنم چرا اصلا واقعا 47 من هیچ وقت باور نمیکنم. اگه نظر خودم رو بخوای، نظر روحی من زیر 30 هم، همون 27 28 هم نهایت پرش. که البته همین که هر کی از بیرون میره همین میگه، باورت نمیشه به من میگن چند سالته، ماسک من وقتی میدم پایین حد بدون آرش میگم چند بهم میخوره، میگه 27 نهایتا 28 هستی دیگه. آره میگم آره تموم هولوش و خدا شکر. من آره من الان افتخار میکنم با اینکه نه هورمون میخورم، تو که میدونی من روز سه بار آبم میاد، کسی که هورمون بخوره آبش نمیاد. تو بعد موهات مثل من بکنی که من یه پسرم، موهامو ببین اصلا کف سرم دیده نمیشه، میبینی؟ نه من تصویر تو ندارم ولی خب دیدم. آه تو که نداری. آره موهام چقدر به عنوان یه پسر، هیچ پسری مثل من مو نداره اینقدر پر باشه، چون ببخشید من چیزی چنج نشده، من خایمو دارم، آبم هم میاد، نه هورمونی میخورم و ذاتیتم هم کون میکنم هم کون میدم و یه پسرم. چقدر من خوشحالم پسرم و کون میدم. دون لیدا خانم مهم اینه که خودت خوش باشی، خودت از زندگیت لذت ببری. لیدا تو تصویر منو نداشتی، من از که داشتم برای تو ادا در می آوردم. ای خواهر جان ندارم ندارم. پس تو چی میچارم نگاه؟ من دو ساعت دارم برای خودم شکلک در میارم، موامو بالا پایین میکنم، این برو بر میکنم، دین 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 تو منی آیانجی، موامو بالا پایین بکنی نکنی تو عشق منی عزیزم. آره اینو گفتم و من چه حس خوبی دارم پسرم کون میدم، چه حس خوبی دارم که پسرم اینقدر کردنیم. او مای گاد چقدر زندگی فانتزی دارم، چه پسریم، چه مویی دارم. اوف چرا اینقدر پوستم خوبه، چرا اینقدر کونم خوبه، چرا اینقدر کیرم بزرگه. او مای گاد من باید با خدا یه ملاقاتی داشته باشم بگم اشتباه نکردی؟ نمیدونم کجا زندگی کار خیر کردم. آریان جون شاید باورت نشه روانشناسی هم همینو میگه. آره آدم باید در وهله اول اگه میخوای عاشق بچت باشی، عاشق شوهرت، پدر مادرت، امکان نداره چنان چیزی مگر اینکه اول با همه وجودت عاشق خودت باشی، خودتو دوست داشته باشی و این درستش همینه. باید خودت آره یه خانمی نوشته که آریان جون شما که هورمون نخوردی چجوری اینقدر موهات خوبه؟ عشقم سه تا دلیل داره برای خانمای لایو هم میگم I love you بابت سوال قشنگه. یک، من ژنتیکی مادرم خیلی موهاش خوب بود، یعنی الان کل خانواده ما توی فامیل به مو معروفیم، مو و پوست خوب. من چون مادرم پوستش خیلی سفید و خوبه و موهاش خیلی پر بود، این از اون ارث رسیده. یک، مو و پوستم به مادرم رفته، اخلاقم صبور بودن و خونگرمیم به پدرم و این یک دلیل اصلیش اینه. دو هم که من چیز میکنم، پی آر پی میکنم، هر سه ماه خونم رو میگیرم میزنم تو فرق سرم. لیدا خانم اینه که موهای منو خوب نگه داشته. اوکی میدونید آیان جون دیگه سلیقه‌ایه. منم یه چیزی بگم در مورد مثلا که برم زیبایی و موهامو کار کنم، من زمانی که حسش بیاد درون خودم احساس کنم الان وقتشه که مثلا برم رو ابروام کار کنم یا برم روی لیفتم کار کنم، خورد خورد میرم، اصلا تحریک نمیشم به حرف دیگرون، بیا برو اینجوری کن، بیا برو اونجوری کن، نه به موقعیتم نگاه میکنم، به جیبم نگاه میکنم و اینجور چیزا اینا. سلام شیبا جان، خوبی؟ خیلی خوش اومدی. کونت به کی رفته؟ کونمو واقعا به خودم رفته، چون من یه دونم دیگه، به خاطرم I'm the one, I'm the first, I'm the last، یعنی من یه دونم، اولم آخرم. من فقط اخلاقم به پدرم رفته، صبور بودنش و خونگرمیش و پوستم و مومم به مادرم. کونم مال خودم، فقط کونم مال خودم، چون این خاصه خودم بوده.
اونم مال دیگرونه. اونم که مال دیگرونه همه دارن میکنن. بعد این از این. خب شما بفهمید. خب چشام به لبام به پدرم رفته، بینی و چشام به مادر، چشام به مادرم، بینی و لبام به پدرم. خب بگو چیکار کنم؟ دو سال همش همه جور سوال ازت پرسیدم، چیزی بپرسم که ازت ندونم. کیرت به کی رفته؟ به پدرم. حالا خوبه دیگه، اینا یه چیزی گفتم، اینا دیگه میگن کیرت به کی رفته، اونت به کی رفته. بابام کیرش کلفته، اگه بابام کیرش کلفت نبود من کونی نمیشدم. در دین اسلام گفته هر کی باباش کیرش کلفت باشه بچهش کونی میشه. اگه کیر کلفت دارید بچه دار نشید، چون بچه تون مثل من کون میشه. بفهمید. بپرسم کس دیدی از نزدیک؟ دوبار کس کردم تو زندگی. همین سوالم بود که خود جواب دادی. خب به زن فکر کردی کلن برای بعدها؟ برای بعدها کسی از آیندهش خبر نداره لیدا جون، ولی چون من هورمون نخوردم آبم میتونه بچه دار کنه کسی رو. ولی فکر نکنم من بتونم که بخوام از خودم فرزندی به جا بذارم. من هنرم و محتوا لایف هایی که شراب داغ و این لایف های فانی که گذاشتم، اگه یه روز بمیرم اینا رو قبل از اینکه بمیرم وصیت میکنم میدم به خیریه که پولشو بدم به کودکان کار. این یک. مدرسه بسازن، اینو اهدا میکنم به دولت. محتوایی که مثلا من یه هنرمندم، من الان نزدیک 2000 تا لایو دارم. 2000 تا من الان نزدیک 2000 تا لایو دارم در یوتیوب که همش محتوای لایو شراب داغ، لایو جرأت حقیقت، لایو مشتری، لایو عارفی شو. من این محتوا رو قبل از اینکه بمیرم اهدا میکنم به دولت و از محتوای من که آیندگان ببینن باش برای کودکان کار مدرسه درست کنن و برای کودکان کار خرج کنن، همش برای کودکان باشه. این از این که یک چیز خوب ازم بمونه. آریان عارفی، شاید مجسمم هم درست کنن بذارم. و بچه دار نمیشم به خاطر اینکه الان من بچه دارشم. ببخشید، تازه دردسرم شروع میشه، همه بگن ای بابات کونه. دیشب شرابه. ببخشید لیدا جون، من تو پیج دومم تو رو هنوز ندارم، فکر کنم تو منو بلاک کردی توی ORG. شراب داغ دیشب بود بچه ها توی پیج دومم با سامان ترنس خانوم. نه من شما رو اصلا هیچ وقت بلاک نکردم، هیچ وقت. نمیدونم برام چک کنم بعد چک کنم، چون دیشب ما شراب داغ داشتیم با سامان که میشناسی، سامان جان که زن بود. الان شما از اونجا منو هاید کردی عزیزم، برو اوکیش کن. الان باید اوکیش کنم. من نه شما رو هاید کردم نه بلاک هیچ وقت. خب بفهمید. گفتم خوده هرچه نشستم لایوت نیومد شک کردم، فکرم نکنی از یک جایی دیگه اومده من ندارمش. برو عزیزم از جو من از هایت در بیار خدا فرد. بچه به دیشب شراب داغ با سامان ترنس خانومی که آقا شد و تو استوری گذاشتم، تو پیج دوم گذاشتم، اونجا برید نگاه کنید پست شده. خب به سال بعدی، بله من دوبار کس کردم در سن 15 سالگی، یه خانم 50 ساله رو کردم، دوبارم آبم اومد، با کاندوم بود، فقط میخواستم امتحان کنم ببینم چه حسی داره، شاید دیگه کون ندم و برگردم به زندگی عادی. و نه، دیدم که دوبار آبم اومد، فقط آبم اومد، هیچ لذتی نداشتم. و روز بعدش دوباره وقتی که چشامو باز کردم گفتم بسم الله و شروع به کون دادن کردم، دیدم نه، من کون دادن تو خونمه، من هیچ وقت نمیتونم از کیر بگذرم. دوبار کس کردم. بعدها چی فکر میکنی دیگه سمتش نری؟ بعدها فکر نکنم یه کسی که مثلا ببخشی 20 سال کیر خورده بتونه بره کس بکنه. بله. حالا ببخشید کار شما راحت بود، کون شدن راحته. همیشه میگن اون
یعنی کسی که میکنه عذاب میکشه، نه کسی که کون میده. من کونم، ببخشید، داگی میکنم، ببخشید، کونم رو میدم بالا، طرف بعد کل انرژیشو بذاره بزنه تو کونم. من که ببخشید کینگیم برای خودم تو کون دادن. من که ماشاءالله هزار الله اکبر تو کون دادن برای خودم کینگیم. کینگ یعنی پادشاهیم. لبه تخت نشستم، کونم رو دادم بالا، دست تو کیر مقدسم، توف زدم، دارم جخ میزنم، طرف کل انرژیشو گذاشته که چجوری منو به آرگاسم برسونه. خب این از این. خب کون دادن راحته. عشقم، شمایی که زن مرد بودی زن شدی این خیلی راحته، ولی یک زنی که مرد بشه خیلی سخت. اوکی عزیزم، اگر... به هر حال که من آرزو موفقیت برات دارم. اونجوری که دوست داری زندگی کن، به دهن کسی هم نگاه نکن، خوش باش. همین. من که خوش هستم و خوش خواهم بود. آی وی تک تک آدم ها اینجوری هن، همه گی ما یک بار فرصت زندگی داریم. آی بیام این یک فرصت هم خراب کنیم که مردم چی میگن، نمیدونم قانون فلان کشورش چیه، اون چیزش چیه، بلکن بابا. اما و اگرها رو از دور خودمون جمع کنیم، اونجور که دوست داریم زندگی کنیم. یک بار فرصت داریم، یک بار. بعد یه خانمی نوشته که آریان جان وقتی کون میدی درد نداره؟ عشقم، میگن درد به معنای لذت برای من. اگر من کیری بره تو کونم و درد رو حس نکنم، خب چجوری لذت ببرم؟ اگر یک مادری که بچهش رو به دنیا میاره درد نکشه، چجوری میتونه بچهش رو دوست داشته باشه؟ کار من از زایدن بدتره. حداقل تو زایدن میدن قرص فشار میدن، قرص برنج میدن که راحت بزایی. من فقط قرص برنج که آدم میکنه زنی که باشه اون دلیته سریه بادن. عشقم اگر در کونی که میکنی درد نداشته باشه، خب اون که لذتی نداره. باید کون که تنگ باشه وقتی میکنی درد بکشی که به آرگاسم برسی. میدونی؟ آره دیگه. تو روانشناسی میگن درد دوست آدمه. باید درد رو تحمل کنی تا بتونی موفق بشی. درد رو باید تحمل کنی. آریان جون درد رو تحمل کنه، جوابش آخر کار تا طرف میکشه بالا بره یه پولی بهش میده میره دیگه. درد رو باید تحمل کنه دیگه. آره دیگه. اصلا خب اگر که وقتی که تو کون میدی اگه درد نباشه که لذتی نمیاد. آره تازه دردم نشته باشه الکی باید آخوخ کنی. آره. که مثلا آره منم آره. وای لیدا دیشب باورت نمیشه، حالا یه تیک از فیلمی که دادم و نشون میدم برات میفرستم. باورت نمیشه من لاغر، کمرم باریک، کون خوشگلم، داگی کرده بودم رو تختم، پاهامو اینجوری نشسته بودم، پاهامو رو تخت گذاشته بودم، کونم داده بودم عقب، یه کون سفید. اون پسری که منو میکرد سبزه بود بدنساز. من سرم پایین، این از کون منو باز کرده بود، کیرشو گذاشته بود تو کونم، تونتون میزن. دقیقا فانتزی من که تو فیلم سوپرا میدیدم. من جیغ میکشیدم و میگفتم پلیز 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 تونتر بزن. و اون تونتر میزد، صدا میداد جیغ جیغ. یعنی لحظه هایی که کیر و توف با هم میخورد، قرش 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 صدا میداد و تق 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 صدا میداد وقتی کیر طرف میرفت و کون من آهسته آهسته داشت باز میشد. یعنی اون کون مقدس تنگ من داشت کم کم باز میشد. اون تق و تق و خیریش خیریش که میکرد صدای پایه های تق نبوده؟ نه اونم بود، مال کونم هم بود. آه قاطی شده بود، یه صدای قشنگی در میومد. قشنگی در و من رفته بودم پایین، دستم به کیر مقدسم بود، داشتم جرق میزدم و اون طرف کون من و خوشگل من که اینقدر کوچولو و جمع جوره باز کرده بود. و من وقتی برمیگشتم به عقب، کیر طرف تو کونم میدیدم و میدیدم اینجوری اینجوری داره میکنه توش. جیغ میکشم، یه آهی میکشیدم و آبم میومد و به آرگاس میرسیدم. آبم میومد، دو دقیقه یه موز میخوردم، دوباره میرفتم رو کار. آه amazing. I'm so excited. اگه بخوای این کاری که خود انجام میدی اون طرف همزمان برات انجام بده چی دوست نداری؟ نه
من دوست ندارم کسی دست به کیرم بزنه. Amazing. Amazing. I'm excited. خیلی خوشحالم. بفرمایید. برعکس این وریاین. برعکس دوست ندارم کسی به پشتشون دست بزنه. هر کی میخواد دست بزنه میگه بیا به جلوم دست بزن. تو دقیقا برعکسی. خب برعکس خب من دیگه سوراخی ندارم. اینم یک دلیلی که من خیلی رو راستم با خودم. ببخشید خب من چون فقط یه سوراخ کون دارم، کس که ندارم که. منم اگه کس داشتم که کون نمیدادم. مگه نه. تو میدونی چقدر درد داره کون دادن؟ که آره دیگه. الان حالا کلن به خانم اگه برنخوره همین دیگه مخالفه دیگه. شوهرشون اگه درخواست کنه میگه نه اصلا حرفشون نزن خلا مردای بیچاره. خب چکار کنم؟ خب نه واسه اینا میدونم دختر یا پسر. بچه ها اینو چک کنید ببینید دختره یا من. اگه زنه که بلا کنم، اگه مرده که I don't care. لیدا اینو چک کن ببین زنه یا مرده. کیو کجای گوش پین کردم؟ دوستان از این پروفایلی که پین کردم ببینید زنه یا مرده. اگه مرده که I don't care، بذار گه بخور. اگه زنه که بلاکش کنم. اسمش که زنونه است، ولی خب نمیدونم مرده یا زنه. بچه دقیقه پروفایلش رو چک کنید. اگر زنه که بلاکش کنم، اگر مرده که I don't care. مردا راحتن. زنه حالم ازتون هم خورد، یعنی حالت به هم خورد خواهر جان، برو بیرون دیگه. مجبوری نشستی اینجا. خیلی به سرت. نه بذار من بلاکش کنم. دلیلش هم الان میگم چرا بلاکش کردم، ریزنشو. خب من مطمئن شدم که ایشون خانم بلاکش. حرفای مفت زیاده آریان جان، حرف مفت زیاده تو همین. عشقم یه دقیقه گوش کن، من بلاکش میکنم، دلیلش هم به تو میگم، بعد بهت میگم چرا بلاک کردم. لیدا جون من این خانوم رو بلاک کردم چون خط قرمز لایو من زنه. این زن دلیلش این نبود که حالش از من و تو به هم میخوره. دلیل این زن کس عفونتی این بود که کسی ایشونو نمیکنه و من طوری زیر پاشو خالی میکنم، طوری از زندگیم بحبش میکنم که دیگه نتونه از این کامنت ها بذاره. این زن عفونتی بدبخت که هیچکی کسش نمیذاره، چند تا زن با اصالت لایو منو زیر سوال میبره. لیدا خانم این عفونتی مجبوری صبح اومدی از خوابت زدی، برو بگی بخواب دیگه. این زن عفونتی خانوم های مقدس با اصالت منو که 5 صبح دارن نماز میخونن، بچهشونو شیر میدن، دارن نون غذای ظهر شوهرشونو میبندن که شوهرشونو بفرستن سر کار و دارن لایو مقدس منو نگاه میکنن که خانواده دار هستن، که همه خانومای لایو من فاطمه زهرایی عزت معصومی هستن و زیر سوال میبرن. اون جنده که هیچ کسی کس عفونتیش نمیذاره و وقتی میبینه که من یه پسرم و یک لاپام یه کیر کلوفت 26 سانتی دارم و همه مردها آرزوشه که منو بکنن، نمیتونه ببینه و من یه قدرتی دارم، نمیذارم لایومو ببینی، نمیذارم تو لایو من کیر پیدا کنی و میذارم توی زندگی دارکت باقی بمانی. حدیثی از آریان عارفی. ادامه بده لیدا. خانم خود چه من از اونایی نیستم که بگذرم. من تا زیر پای یکی رو خالی نکنم ولکنش نیستم. من نمیذارم تو طولایی به من کیر بخوری. 500 تا کیر مال منه، مال منه، هیچ کسی دورش نیاد، مال منه، هیچ کی دورش نیاد، مال منه. این کیرای لای مال منه. ماین بفرمایید. مرضی اسم این بیماری رو من از نفهمیدم. طرف میاد تو این کنین آقا جان برو بیرون دیگه، چی فازشون رو نفهمیدم. اوکی و بپرسیگه من 50 تا سوال ازت پرسیدم، شما بپرسید. نمیشه کمرم شکر.
من چی بگم دیگه خانم، مخ ما رو گرفتی به کار پنج صبح. خب من بپرسم لیدا جون، تو کلن توی زندگی جز خانومت با خانومی دیگه هم رابطه داشتی یا نه؟ اصلا و ابدا. خب پس یعنی تنها کسی که باش رابطه جنسی داشتی مادر بچه هات بودن؟ آره، اونم چون مجبور بودم، مجبور بودم نقش بازی کنم. آه اوکی. نمیشه با هر کی کلبینزی با من نمیتونی. عشق من با مردا کل نمیندازم، من قربون مردای لایبم برم، من عاشق کیرشونم. تا کیر اینا نباشه کی میخواد دکل منو پر کنه؟ شما نور چشمای من هستید عشقم، من با شما کل نمیندازم. یه شب یه سر سفرمون براتون یه غذای آماده کنیم، قربون اون کیر و خایهاتون برم، خایهاتون رو لیست بزنم تا کیرتون بلند بشه، آبتون رو بریزم رو پستونام. شما عشقای منید، تا آنتنای شما نباشه دکلای ما رو کی پر کنه؟ خدا مرگت نده. حالم بد بود لیدا، حالم خوب کردی. خب خوب گفتی بیایم لایو. خب آره بابا، آره بزرگ باش. اوه مای گاد، ام فول انرژی. خب بریم، شما بفرمایید. آقای برمن از من تعریف کردی، دو تا استیکر خوشگل براش بذارم. خب بپرسی که قرارشو سوال بپرسی. خب من بپرسم. خب من گفتم دیگه، گفتم شما جز مادر بچه هاتون با زن دیگه هم تا حالا رابطه جنسی داشتید یا نه؟ گفتی نه، درسته؟ نه پیشنهاد درخواست کناره این برابر بوده، ولی اصلا شک میکنم که ما به هر مردی پابدیم اوکی، چرا اینجوری خودمونم میچسبونیم بهش، دستم بهش میزنیم خودشو میکشه کنار. من نمیتونستم بگم که خود من مثل شما زنم، نمیتونستم هم حرف بزنم. نه نه اصلا به خدا اصلا. آره بعد تا حالا تو خودت کون کردی؟ حالا این چیز یه سری چیزا نمیتونم تو لایو بگم، ولی خب اگه خیلی کنجکاو بودی تو دایرکت بهت میگم. نه فقط چون... آره یا زن یا نه مثلا؟ نه من پسر یادم نمیاد. نه یعنی وقتی یاد و اگر نکرده بودی راحت میگفتی نه، وقتی مکس میکنه یعنی یس. نه مکس میکنم یعنی دارم فکر میکنم به سنای پایین ترم یا این بر اون بر. میدونی شاید هم بخاطر موقعیتش بوده که نمیشده، همینجور که گفتم سی و چند سال نتونستم برم سمت تبابایی که دم دستم بودن، نمیشد به خاطر موقعیتم. ولی شاید با کسی که در آینده اوکی بشیم و با هم باشیم شاید. شاید. بعد اگه بخوای یه مردی رو بکنی اون مرد کیه؟ کسی که دوستش دارم دیگه، با هم دو قرار زن نمیدونم بهش بگم. نه گفتم که ببخشی ازش متنفری، مشخصاتشو بگو. مشخصات اگه کسی بخواد بیسمشون اینها در مورد سنش، اگه میگم سنش با هم برام فرقی نمیکنه، فقط ازش خوشم میاد، خیلی خیکی نباشه، خیلی شکم گنده نباشه، یا آدم معمولی باشه و سنش هم هرچی بالاتر به. مثلا خب مثل من باشه اینجوری مثلا بگو، من آریان کونی که میخوام بکنم باید سنش 25 تا 30 تا 40 باشه، یه مرد پخته، صورت چروک، ریش و سیبیل، چشم ابرو مشکی، موها بالا کوتاه به سمت بالا، ورزشکار، شکم نداشته باشه، کون گنده پشمالو داشته باشه، نوکر کونش هم هستم، کونش رو باز میکنم، سوراخش رو یه ساعت میخورم، بعد کیر مقدس هم میذارم تو کونش، داگی میکنم تا صبح حال کنه. این کیس منی که میخوام بکنم. شما آخه این به قضیه فکر نکن، ولی خب گفتم که سنش برای مهم نیست، فقط ازش خوشم بیاد و هرچه لاغرتر، هرچه خشکتر و مطابق حتما با مردونه باشه، در هر دو صورت با طرف مردونه باشه، چه بخواد مرد من باشه چه من بخوام باش باشم، باید مردونه باشه حتما و هیری باشه. هیری مرد باشه. خیلی خوش شدم که
الفاظ انگلیسی رو یاد گرفتی و خیلی خوب صحبت میکنی هری. آره بعضی چیزاشو بلدم، درسته بی سوادم ولی این برنامه شنیدم. بعد یه سوال دیگه هم بپرسم، یه لایو یه بنده خدای گفت سایز من 90 اینچه، میخوام بدونم 90 اینچ چقدر میشه اون وقت. ما 90 نداریم، ما نه امی... در اینچ میگن یعنی چی؟ متر، سانتی متر، میلی متر چیه؟ ببین در خاورمیانه میگن کیر من 18 19 20 21 22 هستش. در جهان 22 آن کفر، نه جهان کفر 23 سانج. در آره در جهان کفر نامسلمان کافر که خدا ان شاء الله روز زمین برشون داره نمیگن سانج. خب میگن نه من جز مسلمان کسی رو دوست ندارم. برعکس منی، من جهان اول رو خیلی دوست دارم، افکارشون و همه چیزشون رو قبول دارم. من فقط مسلمون دوست دارم، مردم مسلمون. پس به جای سانت میگن اینچ، درسته؟ بله، به جای در ممالک کفر میگن به جای سانت میگن اینچ، میگن یک دو از چار اینچ شروع میشه، یعنی ماکسیمال. ماکسیمال یعنی چهار، یعنی اینکه 10-12 شروع میشه، میره 5-6-7 میشه 18، 8 میشه 20، 9 میشه 22 23. آه اونجوریه پس. آره. اوکی. نه طرف اومده از من خواستگاری کرد توی لایوی، بعد از سیاه‌پوستان بود آمریکایی، بعد گفت که من اوکی هم همینجور باید، فقط 90 اینچ دارم. میخواستم بدونم 90 اینچش چقدره. منظورش 9 اینچ بود، اما 24-25. آه به من گفت 90، پس 9 گفته ها که ترجمه میکرد، به من گفت 90. آره بفهمید. او پس خوبه، من ترسیدم. او که به خاطر 90 اینچ بودنش ردش کردم، گفتم نه نمیخوام. همون 24-25. نه با من باور میشه اگه آریان جون جدی بخوام یه روزی هم چی بشه، و همیشه میگم خدا کنه اگه با کسی هم بخوام اوکی بشم ازش خوشم اومد، یه جوری نشه که چون خوشم اومد یهو بیاد در بیاره خورتوم فیل یا لوله بخاری. خب و چقدر هر چی کوچیک‌تر بهتر، چون من واقعا اصلا برا مهم نیست یا بگم که بزرگ باشه فراموشون، نه هر چی کوچیک‌تر بهتر. کوچیک‌تر بهتر. بفرمایید باز من سوال بپرسم. او فایشن. آره دیگه 5 دقیقه دیگه باشیم بریم دیگه لیگا، چون من به کارام برسم. آره موافقم، منم شامامو برای چهارمین بار برم داغ کنم. آره بعد خودت بگو چی ازت بپرد، سری از کجات بپرد. من خب اوکی، بعد لیگا جون از سوالی که میخوام بپرسم، آینده تو چی میبینی؟ آیندم امید خودم هم اینه که آیندم هیچ شباهتی به گذشتم نداشته باشه و یه آینده بسازم که حالا بقیه کف کنن اینا کار ندارم، خودم راضی باشم، خودم اونجور که دوست دارم زندگی کنم و آینده من هیچ شباهتی به گذشتم نداشته باشه. نداشته باشه. خب تو هم میگه از من سوال کن، تو هم که همش میخوای مثبت صحبت کنی دیگه، من چی بپرسم از تو خانم؟ آفمون میکنی؟ نه نه بگو حالا. انگار دقیقا یادم میاد انگار ساعت 11:30 ظهره و من وضو گرفتم، شبکه به سمت خدا شبکه 3 شروع شده، میخوایم با آقای قرائتی بشینیم نگاه کنیم، آینده این میسازم که گذشتم بهتر باشه. مرسی تأثیر گذاری. آها میخوام بیشتر بازش کنم. اوکی میخوام شبیه ای مین که عشقم آینده تو میخوام کونم رو گنده تر کنم، میخوام کیرای بیشتری بخورم، من میخوام ریل بزنم، آیندهی بسازم که از گذشتم بهتر باشه. این چه انسری بود که کردی؟ اینو بازش میکنم برات عشقم. بسی خوردی برش خیلی، حالا حالا به چی میزنی؟ به چی گیر بردی؟ آینده جدی میگم بیش زیاد فکر نکردم، چون همیشه سعی کردم در زمان حالم زندگی کنم و ای به گذشتم فکر میکردم که مثلا حالمو بهتر کنم، ولی در مورد آینده بله، در مورد آینده امید اینو دارم که یک پسر خیلی خوب، اون کسی که میخوام پول کیسم باشه، بیا تو زندگیم، دوستش داشته باشم، دوستم داشته باشه و از روی اون انرژی بیشتری بگیرم. بله پول و پلم دستم بیاد
میرم برای کارهای زیبایی بیشترم انجام میدم. حالا سینما که دست نمیزنم چون یک با اتفاقا بیروجان صحبت کردم، بیروز در آینده مثلا اگه این موقع اوکی شد و بهتر شد جا افتادم به نظرت بزرگتر کنم، بعد به من گفت نه، گفت به نظر من این سایز سینه برات خیلی عالیه، دیگه دست کاریش نکن، سینه رو که دست نمیزنم ولی روی کار زیبایی حتما شکر خدا از گردن به پایین که هیچ نیازی نیست به پوست بدنم دست بزنم چون شکر خدا خیلی جوون مونده، و پوست صورتم اگه شل بشه اینا برم لیفت کنم و آره یکم خرج زیبایی کنم. آره چرا که نه، کاش منم اولویاتم مثل تو بود، کاش منم دنبال یه مردی بودم که بیاد فقط تو زندگیم و کنارم باشه اینا. میدونی از ولی من آره شاید کسی فکر کنه بگه من یه نفر رو میخوام که عاطفی با من باشه، شاید فکر کنه من کم بوده محبت دارم، در صورتی که شکر خدا من هیچ نوع کم بوده محبتی نشدم، چه از نظر از سمت مادرم که با ناز و نوازش رو پر خوب بزرگ شدم، هم تو زندگیم بچه هم ناز و نوازش هم کنم قربون صدقه میرم، من هیچ نوع شکر خدا کم بوده محبتی به هیچ عنوان ندارم، ولی از جایی که قرار یک پسر کنارم باشه، آره دوستم یه پسری باشه که هم دوستم داشته باشه هم دوستش داشته باشم، با هم دیگه بریم جلو و به یک نفر من قانعم، به یک نفر. بچه ها میگن کانفیدنست خیلی خوبه، یعنی اعتماد به نفست. چرا که نه، چون میدونم از زندگیم چی میخوام و چی میخوام، سعی میکنم هر چی از ذهنم خارج میشه چرت و پرت نباشه، چیزی باشه که یا تجربی به دست آوردم یا جایی خوندم، میدونی سعی میکنم اینجور چیزا رو بگم، یه حرفی که مفید باشه برای بقیه. بعد اگر که دوست داشتی یه روز جز یه مرد ایرانی کون بدی، دوست داشتی به چه مردی باشه، کجایی باشه؟ کجایی باشه یعنی چه، مال چه کشوری باشه؟ آره جز اگر مثلا دوست داری به جز مرد ایرانی به چه مردی کون بدی جز ایرانی، فیبرت چیه؟ دوستشی به مرد ترک، افغانی، آمریکایی، نمیدونم لور، مثلا هندی، چینی؟ دقیقا فکر نکرده بودم، ولی خب همون اینقدر از مردای ترک تعریف کردی ترکیه بری بعد آره که بستگی داره از چه کسی و چه تیپی خوشت بیاد. آره آمریکایی جهان اول که خیلی دوست دارم، گرچه اولویت ایرانیای خودمونه، ایرانیای خودمون خیلی دوست دارم و آره فرق نمیکنه کشورش، آدم خوبی باشه، درست حسابی باشه، فرق نمیکنه. وای کاش منم مثل تو بودم، اینقدر توقعم کم بود، کاش منم مثل تو زندگی میکردم، من بیچاره دارم توی بدبختی میمیرم. نه اینجوری نیست، گفتم که اونجوری که دوست داری زندگی. آخه کاش منم مثل تو فکر میکردم، گفتم اوکی هرچی باشه بهش میدم، فرق نمیکنه انسان باشه، ولی من تنها چیزی که میخوام نباشه انسانیت باشه، من میخوام خر باشه. آخه چون انسانای خوب نمیتونن خوب کون بکنن، یه کسی خوب میتونه کون بکنه که ذاتش خراب باشه. آخه آریان جو همه رابطه‌ام که کردن و دادن نیست که، حالا شاید در کنار باشه، ولی خب بیشتر این که یکی تو باشه که دوستش داشته باشی، بتونی بهش اعتماد کنی. آریان جو بدون رو درواسی بخوام بگم، من با یکی بخوام اوکی بشم، خب مثلا میخوام یه بشم زندگی کنه، من باید بالاخره اونم که نگه باید کلید درست کنم دیگه، کلید در ورودی رو بدم، کلید ساختمون رو بدم، فلان کنم. نمیشه به هر کسی عکس، مخصوصا به پسر امروزی آدم بده اعتماد کنه، زندگیشو بده به دست اونا که به یک روز که رفتی جای کارشو ببینی خونت هم جارو کرده و رفته، و نمیشه. پسر درستابی من گیر نیوردم و معلومه نیست یه روزی واقعا هم شو آدمی بیاد تو زندگیم یا نه، یا همینجور تنها رفع زحمت کنم از این دنیا، نمیدونم. شاید به نظر من شاید تو به خاطر محدودیت لایوت بخوای خودتو یکم گول بزنی، ولی 90% پارت زندگی کیر برای من؟ نه برای من، برای همه آدم ها. ببین تو هر اگر یه روز بیان آدم ها رو بدون فقط ازشون یکی سوال کنم و هیچ جا به تصویر نکشونم و بگن، 90% میگن کیر کس، 90% از پارت زندگی کیره،
و کس. مردها کار میکنن برای کس، آقایون ما کار میکنیم برای کیر. آریان جون من خوشبختانه از اونجا که حالا بخت بیکاری هم زیاد دارم با خودم نشستم، خب یک سری تصویرایی که حالا بعضیا برام فرستادن از پایین تنهشون، یا یک مثلا آلتای مردی که بیریخت بوده، زشت بوده و چروک بوده زیرش و خیلی بیریخت بوده، اونا رو اتفاقا سیف کردم یه جایی با عکس خودمون آقا که مثلا قیافش چقدر خوشگله و چقدر آلتش زشته. خیلی موقع میشنم فکر میکنم میگم چرا باید من عاشق مردی باشم که همچین آلتی داره که هم چروک زیرش، هم قهوه‌ای سوخته و بیریخته، هم بوی تعریقش چه بوی گندیه، آبی هم که ازش خارج میشه بوی وایتکس میده. به اینجور چیزا وقتی فکر میکنم حالم، یعنی چجوری بگم، این باعث میشه که من دنبال آلت هیچ پسری هیچ مردی نباشم و نتیجه خوبی هم برام داشته. من اگه از پسری خوشم میاد به خاطر اینکه میگم که ازش خوشم بیاد و به قول بعضیا بعضی اصلا سافتن یا دنبال لاون عشق بازی، من بیشتر اینجور قضیه رو خیلی دوست دارم، اندام پسر خوشگلیش، اون لباسی که پوشیده چقدر بهش میاد، ولی همون لحظه که واموندهش رو بندازه بیرون آف میشم، اصلا اینکه اه چه چیز زشتی بود، این چی انداخته بیرون. مرسی. من اینجوری فکر رنگ بردن، آره رنگ بعدی موهای خودم میخوام بذارم دیگه مشکی بشه. I don't trust، نمیتونم خیلی قبول کنم حرفاتو، چون من یه انرژی بهم میگه که لیدا اینقدر شیطونه اگه بخواد کون بده آریانو میکنه تو کونش. اگر بخواد، من اراده قوی دارم. بله من هر کاری که بخوام انجام بدم، آریان جون حست به درست گفته، من کاری بخوام انجام بدم انجام میدم. بالاتر از این بود که به قول خیلی آبروی خودم رو ریختم که فقط بگم من ترنسم و خیلی گفتن خب بابا در خفا این کارو که، گفتم نه من تصمیمم رو گرفتم اینو بگم. لایف داره دیگه، لایف تموم نشد، گوشی داره خاموش میشه، اینو بگم. من فکر میکنم که آره لیدا اگه بخواد کون بده آریانا میکنه تو کونش. بخواد من هر آره آره تو چشای لیدا میخونم که چقدر خوب میتونه کیر بخوره و چقدر خوب میتونه لبه تخت کونشو بده بالا و هر سایز رو تو کونش جا کنه. من نه تنها این قضیه آریان، من شکر خدا اینقدر اراده عالی دارم که اگه بخوام کاری رو انجام ندم نمیدم، به یک باره کاری هم بخوام انجام بدم زمین و زمان جلوم واستن من کار خودمو میکنم. آره من اراده خیلی خیلی اراده قوی داری. I love your اراده، خیلی ارادت دوست دارم. و یه چیز دیگه بگم، همون جایی که گفتی کیرای چروک و بدبو، من عاشق همون بدبویشم، من عاشق همون چروکشم، چون انقدر کارمو بلدم کیر چروک رو میکنم صاف. آره میگم سلیقه فرق میکنه، من به همه نوع سلیقه احترام میذارم، به کسی که میخواد هر کاری انجام بده احترام میذارم. هر کسی زندگی خودش داره، زندگیش هم به خودش مربوطه، هر کسی هم به قول مادرم تو گور خودش میذارن، به هیچ کسی قبر بغلی کاری ندارم. من عاشق سکس نستی هم، نستی یعنی کثیف. آقایین لایوم هر کی میخواد خایاش آب کشیده بشه بیاد دایرکت، من میارم رو تختم میذارم، لنگاتونو باز میکنم، زبونمو میفرستم تو خایاتون، انقدر براتون لیست میزنم تا آبتون بیاد. آریان عارفی با این لبای زیبا، با این منش و با این اصالت در اختیار کیرهای مقدس شما هست. برای اینفورمیشن بیشتر پلیز تکست می آن دایرکت، میتونی پیام بدی دایرکت من یا کال می پلیز 469-927-7729. مرسی، خیلی دوستتون دارم و ساری انگلیسی گفتم باید زرنگ باشید تا بگیرید. لیدا حرف آخر رو بزن برید. اوکی حرف آخر هیچ. مرسی آریان جون از این که به هر حال افتخار میدی، این که افتخار میدی بیام تو لایو، خیلی دوستت دارم. مرسی که برای نه تنها من، برای مردم ما کلن لایو میذاری، این وقت شب از خورد و خوراک و استراحتت میزنی، زحمت میکشی. همینجا از طرف خودم، از طرف همه مردم ازت تشکر میکنم و مرسی از لایو های خوب. خواهش میکنم، مرسی، وظیفه بود. یکی نمیشه داری انتا که تمیز دی چی شد عشقم، وقتی که میری تو تخت
دیگه تمیز کثیفی معنایی نداره. فقط باید به این فکر کنی که چجوری آب شوهرتو بیاری. همین. وقتی که تو تختی باید یه بچ باشی. I'm a bitch. من تو تختی یه جندم. همین. ولی وقتی که چیزم تموم میشه، سکسم تموم میشه، به آرگاس میرسم، میشم یک زن مومن که هیچ وقت از روز نمازش نمیگذره. ولی تو تختم برای شوهرم I'm freak bitch. Bitch, 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 bitch. I'm bitch. مرسی. مرسی که بودی. خیلی زیاده روی کردم. Out of control شدم. یعنی نتونستم خودم رو کنترل کنم. فعلا. خدا حافظ لیدا جون، تا یک شب دیگه. مرسی آریان جون. مرسی فالوورای عزیز. مرسی.